سلام، خیلی خوشحالم که باز در برنامه دیگر از برنامه عربی های حافظ در خدمت دوستان گرامی و سروران ارجمند خواهم بود. من از آقای دکتر عطایی دعوت خواهم کرد که در خدمت ایشون باشم. سلام، درود سایل جان، احوال شما چطوره؟ وقت شما بود. به همه دوستان، به ایران، به تهران، به حافظ دوستان عزیز، منم به همه دوستان خوش آمد میگم، خوش آمد گویی عرض میکنم، یعنی چی خوش آمد میگم؟ خیلی خوشحالم که ما رو تنها نمیذارن. من آقای دکتر عطایی رو دیدم، یه دعوتی برای ایشونم بفرستم و یه خبر خوبی داریم که آقای حکانلو، دوست خوبی که دلش تنگ. سلام. سلام اساتید عزیز، وقتتون بخیر، مشتاق دیدار درود بودیم. دکتر جان، سلام خوش از بنده، آمد. از شما خوبید؟ خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد. چه ارتباط بنده یا باتون با نفسای جنگ؟ خیلی لذت میبرم شادی ایرانیان. زنده باشید که خیلی آسیب جنگ به هیچ انسانی نرسه، به ویژه ایرانیان عزیز در هر جای نقاط دنیا که هستن. سلامت و تندرست باشید. من خوشحالم شما رو امروز سر حالتر از هفته پیش میبینم. مثل فرصت بیشتر داشتید دفعه پیش، خود همچین چهرت تکیده تر از امروز. برحال همیشه خوب باشید و مثل همیشه خوش تیپ و خیلی خوشحالم. باز با اجازتون، اگر مقدمه این نیستش، من غزل 460 از تصحیح قزوینی غنی هستش که من باز از روی کتاب حافظ به سعی سایه آوردم که بخونم، اگر کم و زیادی داشته باشه، که الان دارم میبینم برای کم بیشترم داره، یه چند تا بیت بیشتر داره. اگر اجازه بدید من شروع بکنم به خوندن این غزل. من راستی دفعه پیش یادم رفت، منتظر بودم که شما اون غزل رو، خودم هم مشکل داشتم توی چیزش، از شما بشنوم که فرصی فراموش کردیم هممون. باز خواهش میکنم اگر فرصت شد و اگر حوصله داشتید غزل هفته پیش رو، یعنی چیز احادیان به جمال، فکر میکنم اون بود. عمر بگذشت، عمر بگذشت. نه، اون رو که هنوز نگفتیم. غزلی که هفته پیش شرح کردیم، درباره صحبت کردیم، رو دوست شما بشنوم که دیگه نشد. حالا شما صدای شما رو شنیدیم، کافی هست دیگه. حالا صدای من غزل دیگه میشنوید. من هم چون علامه قزوینی دارم، من تا این کتاب گذاشتم اینجا، حالا دور برم کتاب هست. از گنجور که نگاه کردم، سایت گنجور همون دقیقا منطبق با تصحیح علامه قزوینیه. این تبلت میام اینجا. بله، گنجور منطبق با قزوینی و غنی، دقیقا هم شماره هاش هم. پس با اجازت من بخونم. مال سایه رو اگر دوستان دستشون دارن، بالاش نوشته 449، یعنی توی کتاب سایه غزل 449 و تا جایی که خاطرم هست 460 قزوینی و غنی. بنده سایه ندارم، اون تا دکتر خانلری اینجوری دست شما بله. تصحیح خانلری یک بیت اختلاف داره، جابجایی هم داره. شاید من نگاه میکنم که اون تصحیح سایه که شما میخونید با خانلری هماهنگ یا با علامه قزوینی. من نگاه میکنم به هیچ کدومش. تو اینجا من دیدش این جدابلی که این زیر میکشه، یه بیت دیدم الان دیدم، اصلا میگه مزت فرس الوصال و ما شعرنا. اصلا من اینو هیچ جایی ندیده بودم، نه تو خانلری دیدم نه تو قزوینی. این بیت تو علامه قزوینی نیست. بله، مزت فرس الوصال و ما شعرنا. حالا درباره اش راهنمایی میفهمید. من با اجازهتون بخونم توی این کتاب 13 بیته. سلیما منذ حلت بالعراقی الاقی من نواها ما الاقی، الا ای ساربان منزل دوست، الا رکبانکم طال اشتیاقی. خرد در زنده رود انداز و می نوش، به گلبانگ جوانان عراقی.
بیا ساقی بده رطل گرانم، سقاک الله من کأس دهاق. جوانی باز می آرد به یادم، سماع چنگ و دست افشان ساقی. می باقی بده تا مست و خوشدل، به یاران برفشانم عمر باقی. درونم خون شد از نادیدن دوست، الا تأسا لأیام الفراقی. یا فراقی دموعی بعدکم لا تحقروها، فکم بحر عمیق من سواقی. دمی با نیکخواهان متفق باش، غنیمت دان امور اتفاقی. ربیع العمر فی مرعی حماکم، حماک الله یا عهد التلاقی. عروسی بس خوشی ای دختر رز، ولی گه گه سزاوار طلاقی. مسیحای مجرد را برازد، که با خورشید سازد هم وثاقی. وصال دوستان روزی ما نیست، بخوان حافظ غزلهای فراقی. ممنونم. به هر حال بسیار عالی، دست شما را نکنم. شیوا و فصیح و رسا، محبت دارید. من حالا بیشتر خواهم شنید، فقط برای اینکه جلسه داره شروع میشه با یه خنده و خاطره خوش شروع بشه، من یه خاطره از این غزل دارم. ما شب یلدا دقیقا میخوره به روز تولد بچه من، تولد پسر من، و معمولا یه جشن تولدی میگیریم و بعدش هم ساعت مثلا بعد شام همینجوری کتابا رو میاریم. یه فال بسرشیدم که حالا شب یلدایی هم برگذاری. این کار من معمولا هر سال انجام میدادم، بغیر از پارسال و پیرارسال که خب خورد به پارسال، مخصوصا خورد به کرونا دیگه، یعنی اصلا دیگه هیچ کس کنار هم جمع نشده بودیم. من با جناقم اومد یه چند روز بعدش پارسال و گفت که سهل امسال برای ما شب یلدا چیز نگرفتی یا فال حافظ نگرفتی یا؟ گفتم بیا بشین برات بگیرم. یه دونه نرم افزار، موقع نرم افزار هم طراحی کرده بودیم، حافظ شاعر، بیا از روی این برات یه دونه فال بگیرم. بعد این اومد، یعنی زدم، منم شروع کردم. سلیما منذ حلت بالعراقی، اولاقی من نواها ما اولاقی. همیشه واسطه دو نگاه میکرد، فکرت سرکار بزن. بعد روم نشد، میگم که با این وافه، اون با غینه، من اصلا منظورم اون نبود، درسته با جناقه، ولی اصلا همچین بسن بستم و کنم ولش کن، این اینترنت و اینا به درد نمیشه، بذار از رو کتاب برات فال بگیرم. اولاقی من نواها با جناقی. بله، نگاه اینجوری به من کرد و مثلا ولش کن، این به موبایل و اینه اعتمادی نیستش، بیا از کاغذ برای تیز خال دیگه بگیرم. به هر حال ببخشید، گفتم با مزه بود. جناقی من نواها با جناقی. بسیار خوب، در خدمتتون هستم. از بیت اول دیگه همینی که حالا به دو روایت اولاقی باشه، و اینه که فرمودید حالا همین رو بفرمایید آقای دکتر، شما شروع بفرمایید. خواهش میکنم. این حافظ به سلیمان خیلی علاقه داشته انگار، یعنی هر جا که اسم معشوق عربی هست اکثرا با سلیمان و یعنی نسبت به لیلا و شیرین، آره کمتر بیشتره نسبت به لیلا و شیرین اینها، ولی خب سلیمان رو خیلی علاقه خاصی داشته بهش، که بارها در مخصوصا اشعار عربی مشهور اون پروتوتایپی که انتخاب میکنه سلیمان هست بیشتر. همینطور. بعد عراق هم که خب عراق هم عرب هم عجمه، اینجا
شاید عراق عجم بگیریم بهتره. حالا باز نظر دوستان شما و استاد کوتنایی رو هم میشنوم که این عراق، عراق اصفهان و ری و شیراز منظوره یا اینکه عراق عرب، هر دو میشه گفت. ولی خب چون میخوام بگم نزدیکتره، یعنی تا نزدیک حافظ باشه عراق عرب عجم بگیریم بهتره. تا اینکه حالا باز نظر شما هم جان دکتر جان، همیشه یه منظور نظر ظاهری و روی کار و باطن و ظاهر کار داره معمولا، و یه منظور نظر در حیث و بطن کار داره. بر جهت عراق واژه یک پیشینه بسیار بسیار قدیمی داره. شما در اون سروده نجات پرستانه درخت اگه دقت بکنید، همون زمانها هم ادیان و فرقه ها مذاهب رو در مطبع نظر قرار میدادن و به خاطر ظاهرا ملیت و مرز و نژاد، اینها یه بزی را که نماینده فرهنگ تقریبا ایرانانه در برابر اون درخت آسوریک. این عراق هنوز که در همه جای جهان به جز ایران عراق، وقتی ازت میپرسن کجایی هستی میگیم ایران، میگن عراق. این واژه و این ریشه، این واژه دکتر جون خودت بهتر میدین، اصلا یک واژه بوده و من فکر میکنم این ریسیستی ها از بعد از مرز و پرچم و اینا شکل گرفتی که ما الان دچار جنگ های عجیب غریب هستیم. کشورها یکی بودن، جهان انسانی بوده و جهان شمول بوده. حافظ جان اینجا منظورش عراق اصفهان یا عراق عجم و کرمانشاه و که احتمالاً اینجا شاه شجاع در ناشار شده در اصفهان منزل بگزینه هست، اما باطنن ایشون همون رسالت جهانی در ذهنش هست، برای اینکه در ابیات بعدی هم نشون خواهیم داد که منظور از اون وقتها خیلی فاصله ای نبوده بین این کشورها. درسته. من به این خاطر لبخند زدم به خاطر اینکه شما فرمودید نجات پرستانه، چون با نگاه امروزی با پارامترها و با اصلاحاتی که مربوط به دنیای مدرنه، هرچند دیگه این نجات پرستیه حالا از زمان اوایل همین چی شروع شده دیگه، از زمان رضاخان شروع شده، با این اصلاحات و با این دید بخوایم به گذشته نگاه کنیم، شاید واژه نجات پرستی چی نباشه. این کسی بگیم فلان متن نجات پرستانه هست، به این خاطر گفتم، وگرنه جسارت نکنه. راهنامه اگه بخوای با نگاه امروز نجات پرست نگاه کنیم، خیلی از ابهام ممکنه در بر بگیره، خیلی از نگاه شما هم در بر بگیره. عذرخواهی میکنم. بله درست میفرمایید، این مخصوصا در زمان حافظ این نگاه ها نبوده. اصلا نگاه عرفانی نقطه تلاقی نگاه اون نگاهی که در شاهنامه میبینیم هستش دیگه. آمریکایی و اروپایی ها با مثنوی و آثاری مثل آثار مولانا و عطار و خیام بهتر میتونن همزاد پنداری بکنن تا اینکه بیان شاهنامه رو بخونن و لذت ببرن، چون شاهنامه این حس نجات پرستی، حالا نجات پرستی نگیم، حس ملی گرایی بهتر بگیم، ملی گرایی، اون حاکمیت تمامیت حاکمیت ارضی، اینها بیشتر در شاهنامه شاید آمریکایی بخونه لذت نبرن. یه داستان ایمان اسطوره و حماسی ممکنه رو داستان بخونن و نیازمندشون باشه و نیاز روحیشون برطرف بشه، ولی یک بار میخونن شاید، ولی خیام رو بارها میخونن، مولانا رو بارها میخونن، چون جهان شمولتره دیدگاهش و تفکرش. آفرین. خیلی درباره بیت، بله، الاغی من نواها من ما الاغی، الاغی من نواها ما الاغی. الاغی در عربی لاقا، در واقع مصدر مفاعلت رو بگیریم، مفاعلت که وقتی فعل چی باشه ناقص باشه، یعنی معتل ناقص باشه، حرف آخر صرفش حرف اله باشه، مثلا رعیه میشه مراعات اگه باب مفاعله بره، لقیه هم به باب مفاعله بره میشه ملاقات، یا لقا فعال هم مصدر دیگه شه. لاقا یلاقی ملاقات مزارش میشه یلاقی و متکلم وقتش میشه الاقی، من ملاقات میکنم. در واقع ملاقات میکنم به معنی برخورد میکنم یا باش تصادم اتفاق میفته، اون به من میرسه یا من به اون اتفاق میرسم، اون اتفاق به من میرسه. نوا در عربی معنی دوری داره، نوا
در فارسی هم اسلام موسیقی هم آهنگ اینو هستش دیگه، هم من ناله و اینو هست. و جالبه که در شعر فارسی منوچهری دامغانه که یک بیتی داره تحت تاثیر تصاویر بیابانی عربه، اونجا این نوا رو به شکل ایهامی خیلی زیبا به کار میبره، هم در معنای فارسی هم در معنای فارسی معنای عربی. مثلا بیشتر از این بیت نه، فقان از این قراب بین و وای او، فقان از این قراب بین، قراب جدایی، کلاغ را و قراب نماد جدایی میدونستن، فقان از این قراب بین و بین یعنی جدایی، وای او که در نوا فکنده من نوای او. این قارقاری که میکنه، این صدای نحس و شومه که داره شانه جدایی ما هست و با دیدن اون میفهمیم که معشوق از اینجا رفته، که در نوا فکنده من نوای او. این نوا هم باعث دوری ما شد هم باعث ناله ما شد، که اون مسعود صدم باز این نوا رو نا و نای و نوا رو آورد. سلیمان منز حلت بالعراقی علاقی من نواها ما علاقی. این ما رو هم میشه سوالی بره، هم میشه همون آنچه معنی کرد. و این آنچه معنی کردن در هر دو حالت به معنی خیلی، این اغراق داره، خیلی من را کشیدم از دوری، از نوا و دوری، اینجا به معنی دوریه، از نوای معشوق، از دوری معشوق خیلی من کشیدم آنچه که باید میکشیدم، یا چه کشیدم ما علاقی، چه چیزی را کشیدم، چه چیزی را برخورد کردم، چه حادثه هایی را دیدم. حالا اون حادثه را نگفته، فعل را تکرار کرد، برخورد کردم به آنچه که باید برخورد میکردم، به شکل مفعول مطلق نیابی را بود. زنده باشید. من یه حس مثلا این محاوره که ما داریم میگیم، مثلا ما داریم میگیم چی دیدم، یعنی همین تکراری که میخواییم بکنیم، میگیم که چی دیدم، یعنی که مثلا دیگه نپرس که چی بگم، دیگه دیده گفتنی نیستش. به اصطلاح چطور بگم، علاقی من نباها ما علاقی، یعنی اون چیزی که به قول شما همونی که اون چیزی که باید ببینم و من دیدم، یعنی اون چیزی که باید ببینم و دیدم، میگه از این بیشتر جا ندارم سختی بکشم به وقتی. یکی همه که این همون حالتی، چه بدبختیایی دیدم، چه بدبختیایی دیدم، با تأکید یه جوری داره میگه که خیلی چیز بدی به اصطلاح من دیدم دیگه، به اصطلاح اون چیزی که باش رو در رو شدم چیز خیلی ناراحت کننده ای بود. برای این زبان این تأکید رو عرب ها به شکل مفعول مطلق میارن، که ما علاقی مفعول مطلق هستش دیگه، ما میاد جانشین اون مصدر قرار میگیره. در فارسی هم مفعول مطلق رو داشتیم، مثلا ما در شعر منوچهری داریم بلرزیدی زمین، لرزیدنی سخت، چه لرزیدنی، حالا چه سوال بپرسه، چه حالت غیر سوالی باشه. بعد جالب علامه همایی میگه که اصلا مفعول مطلقی که ما داریم اینا ایرانی ها در وارد صرف و نحو کردن، چه بسا در زبان عربی قدیم نبوده، یه مشهد این زمین است دیگه. اینو میگه اینکه مفعول مطلق در زبان قدیم نبود، در زبان قدیم عربی نبوده و در ایرانی بوده، و از چه بسا زبان عربی هم زبانش از ایرانی گرفته و امثال سیب وای که سیبوی هم میگن، سیب وای در الکتاب یا کتاب نحوش اینو وارد کرده و مفعول مطلق این ایران نحو نویس مفعول مطلق وارد صرف و نحو کردن، چه بسا خود عرب ها نه در زبانشون در نحو علمیشون نداشتن و تحت تاثیر ایرانی. این استاد همایی داره میگه در مقدمه لغتنامه علامه ده خودشان بخونید، متن مربوط به متنی که مربوط به استاد همایی هستش اونجا نوشته. و میخوام بگم که در همه زبان ها هست، ولی استاد همایی میگه که در زبان فارسی قدیم بوده و وارد زبان عربی هم شده. به هر حال حالا تک تک میشه در وارد کرد. یه سوره هست به القارعه، میگه القارعه ملغاره و ما ادراک ملغاره. ببین این ما که میگه مثل همین حالت رو نداره، همین حالت شاعرانی که ملغاره ملغاره، یعنی که مثلا نگم برات همچین حالت و ما ادراک، یعنی این بیت سومی که بیت که آیه سومی که خیلی جالبه، آقای کوتنایی به بیت میگن آیه، من به آیه گفتم بیت، به بیت سومی من که نظر شما آیه... نظر دکتر رو خیلی نظر استاد هماری دقیق تایید میکنم، برای اینکه وقتی من به سروده های زردشت نگاه میکنم و به ادبیات عربی، این تکراری که مفعول مطلقه و
داره تکرار میشه، همونجوری که در سورای قرآن هست، ابدا در ادبیات عربی اونقدر که در گاسه ها و یسناها هست نیست. و مسلما از ادبیات فارسی استاد همایی کسی بوده که حرف بی ربط نمیزده. دقیقا تفحص من میپذیرم، درسته. من امشب داشتم گاهان رو میخوندم، این تکرارها مثل یک ترسی، مثل یک بند تکرار میشه و در ادبیات عربی هم احتمالا از همینجا برداشت شده. البته شما میفهمند آیه بیت و آیه رو مخلوط میکنید، انگلیسیه آیه آیه رو بیت و هر دو میگن ورس، هم به آیه تورات انجیل میگن ورس و در مورد قرآن میگن ورس، هم بیت شعر میگن ورس. مرسی از تاییدتون آقای استاد کوتنایی از متون باستان ما. در همین در سوره قاره که خوندید، الغار ملغار و ما ادراک ملغار، الحاق ملحاق نمیدونم و ما ادراک ما لیلت القدر، این ما و ما ادراک هم خیلی داستان جالبی داره که اصلا در فارسی تحت لفظی قابل ترجمه نیست، ولی تأکیدش میگه که کام تحت لفظی معنی کنه، میگه که چه چیزی به تو فهماند که قارعه چیه، منظورش چی، با این بزن بیان میگه، ولی منظورش چی که ولی ما نمیتونیم ترجمه کنیم، میگیم که تو چه دانی که چیست آن کوبنده قارعه یا الحاق چیه، در حالی که عرب یه جور دیگه میگن، با یه ساختیه میگه، اینا قابل ترجمه و فارسی نیست، باز بیانگر تاکیده، یعنی هیچ کسی نبوده که به تو بگه که قارعه چیه و ما ادراک مل قارعه، چه چیزی، نه چه کسی ها، حتی یک نفر، یک کتاب هم نبوده، یک نوشته هم نبوده به تو بفهمانه که، یعنی تو کاملا بیخبر از این قضیه هستی قارعه چیه. اینم باز تاکید همین ساختاره. در تعبیر سروده یا سوره حافظ جان در دو سال گذشته، ما همین هفته شد از شهر رو به چشمم سالی است، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است. خیلی دقت کردم چقدر حافظ واقعا حافظ قرآن و چقدر برداشت خوبی داره، اما دقیقا این رو در یسنه گات 29 من پیدا کردم که اونجا میگه که من خیلی سرگرمی، چه حالیه به اهورامزده داره میگه، گوش ارونه یا همون جان جهان داره گفتگو میکنه و گله میکنه، ما همین هفته شد از شهر رو به چشمم سالی است، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است و ما ادراک ما حال ما. اینا تعبیرهایی که به شدت قرآن، کتابی که به شدت متأثر از زبانهای پیش از خود، دقیقا مثل حافظ جان که تأثیر شعرا و سرایندگان پیش از این به شکل جدی و زیبا در حافظ جان هست، قرآن هم برجت کسی که جمع‌آوریش کرده یا حالا از هر جا، اشراف بسیار کامل داشته بر سروده ها و سوره های پیش از خودش و درست برداشت کرده و زیبنده ای رو شاعرانه گرفته. مصرع اول خیلی جالب خوندید، ما همین هفته شد از شهر رو، شهر خوندید جالب بود، شهر معنی شهره ولی در معنی عربی ماه ایهام ترجمه جالبی داره. بله بله، من اونجا خیلی حرف زدم تو این زمینه و ثابت کردم که خب این ارتباطات انقدر تنگاتنگه که حتی شاید کسی که حضرت محمد این آیات رو میگفته قشنگ این سروده های حضرت زردشت دم دستش بوده. این احتراماتی بوده که ادیان به هم میذاشتن و ما امروز هم باید با دیدی مساهل آمیز اینا رو بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. بله، ما همین هفته شد از شهر رو به چشمم سالی است، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل. بله، شهر در عربی معنای ماه، شهران الذی انزل فیه القرآن، چه متنی نیست، حتی متون مقدس که دفعتن آنن از نمیدونم از زیر بوته بخوای بگی در بیاد، از آسمان بیفته، همه متون حتی متون مقدس وابسته به متون قبل از خودش، فرهنگ یا تمدن قبل از خودش وام دارن دیگه، همه انسان‌ها پا بر روی دوش انسان‌های قبل از خودشون میذارن و فرهنگ تمدن خلق میکنن. خب این بیتو زیاد ما روش درنگ کردیم، استفاده کردیم آقای کوتنایی. قربان شما. آقای دکتر داوودیان مثالی نوشتن در مورد گسترش یا ظرفیت‌های گسترش زبان، اجازه بدید از رو بخونم. مثلا باد یک معنی داره اما بادپا معنی دیگری داره، پس زبان فارسی ترکیبی است و موجب گسترش و
زیبایی میشه. بحث خیلی قشنگ بود. راستی یه ابتکاراتی رو ما اینجا به خرج دادیم. یکی دوستمون آقای حکانلو بیکن رو دونه به دونه تایپ میکنن میذارن پینش میکنن، بعد اون بالا شرح غزل نوشته، شرح 460 حافظ اولین مصرع. خلاصه میخوام بگم که یه سری کارهای با کلاسی انجام دادیم. دوستان جای دیگه نمیدن باز برگردن همینجا. یار توانمندی دارند و دو زبانه شعر میگن، اگه زمان بود بهشون زمان بدید، خیلی اشعارشون خیلی توانمنده. نماند که من فکر میکنم اشتباه نمیکنم همون دوست ما هستن. بله بله ایشونن. ما دو هفته پیش با هم بودیم، ما توی مراسم اختتامیه یک شعر بود، شعر استانی بود، ما دعوت بودیم، ایشون هم تشریف بودن، بعدش هم رفتیم نهار سر یک میز غذا بودیم آقای حکانلو و دوستان. آقا خیلی عادتمون شد. ایشون با اینکه دیر شعر رو شروع کردن ولی زود به اوج رسیدن. خیلی ممتنه، خیلی روان، هم در ترکی هم در فارسی، خیلی هم باهوش هستن و نکات انگلیسی و تو خودش میگم انگلیسی خوندن، لیسانس انگلیسی دارن. آفرین. دستوری و نحوی از من میپرسه سری دیگه تا آخرش خودش میره. در مسائل عروضی تنز و به صدا اون شوخ طبیعه. من به اجازتون برم بیت دوم. الا ای ساربان منزل دوست، الا رکبان کم تالش تیاغی. حالا اگه تشریف داشته باشن بذارن که ما پینشم بکنیم. در خدمتتون هستم. به جای منزل محمل اومده در چاپ علامه خانلری. خانلری. بله. محمل هم قشنگه، منزل هم قشنگه دیگه. رکبان، با توجه به رکبان هم معنی جمع راکب سواران هست، اگه منزل باشه با ساروان اینها یه ایهام تناسبی به وجود میاد، چون رکبان به معنی یک منزلی از منازل در حجاز هم بوده. الا رکبانکم تال اشتیاقی، به منزل رکبان شما اشتیاق من زیاد شد، طولانی شد، درازا کشید، اشتیاق من خیلی زیاد شد نسبت به اینکه به هم به سواران شما هم به منزل شما. نام من هر دو معنی درسته. الا ای ساروان منزل دو، ساروان هم که خب تبدیل یافته از ساربان و به و هم راحت تبدیل میشه. الا رکبان کم تال اشتیاقی. اگه محمل بگیم خیلی بد نمیشه برای اینکه ارتباط با ساربان و ساروان و بله. علامه خانلری محمل، علامه قزوینی منزل. بله. تال اشتیاقی یعنی که اشتیاقم طولانی می شود، یعنی دقیقا چه اتفاقی می افته؟ اشتیاق من یعنی خیلی مشتاق زیارت و دیدار هم کاروان شما هستم، سواران شما هستم، همین که رکبان من سر منزلم بگیریم، منزلم بگیریم، منزلگاه هم بگیریم، بازم فرقی نمی کنه. اشتیاق من خیلی زیاد شده نسبت به سواران شما، کاروان شما یا منزل رکبان شما. اگه بخوایم مرتب بکنیم مثلا جمله رو بخوایم که مرتب بکنیم، خب در عربی فعل اول فاعل، بعد فاعل میاد، بعد مفعول، بعد سایر اجزای جمله. در واقع وی اس او هست، یعنی فعل فاعل مفعول. طال اشتیاقی الا رکبانکم، اینطوری رکبان. خود وزن قافیه علاوه بر وزن قافیه چیزی که اهمیت داشته باشه در جمله اول میاد دیگه. به جای اینکه بگیم من رفتم بازار کتاب خریدم، قرار بود کتاب بخریم، بعد شما منو دیدید منتظر که خبر بدم کتاب خریدم، منم میگم کتاب خریدم، کتاب رو اول میارم، نمیگم من رفتم بازار کتاب رو خریدم، این کتاب خریدم، کتاب مفعول اول اول. این چیزی که اهمیت داشته باشه معمولا در صدر جمله میشینه، بهش میگم مبتدا سازی، در انگلیسی تاپیک میگن. حالا الا رکبانک هم اهمیت داره، به چی هم زیاد شد؟ به سواران شما. اون الا رکبان اول، ولی میتونیم مثلا به وزن رو هم اینجا دخیل بدیم، هر دو هست، هم مسئله وزن هم مسئله تاپیک و مبتدا سازی. فرمایش دیگری برای این بیت اگر نمیمونه من بیت بعدی رو بگم. بله بیت بعدی. خرد در زنده رود انداز و می نوش به گلبانگ جوانان عراقی. بیت فارسی دیگه. زنده رود، زاینده رود، در رود انداختن چیزی
در زبانهای محلی شاید باشه هنوز، در رود انداختن چیزی یعنی ترک کردن و اهمال ورزیدن نسبت بهش، ترک کردن اون. ما در ترکی میگیم آتشایا یا تکشایا، یعنی چای یعنی رود دیگه، یعنی بریز دود. خرد را در رود انداختن یعنی به دور انداختن و اهمیت ندادن بهش، این کنایه است در زبان حافظ بود. حالا نمیدونم در لهجه های محلی احتمال میدم باشه. این موضوعی که میگن تو نیکی میکن و در دجله اندازم تقریبا همین معنی میده. چیز نکن، یه بهش فکر نکن دیگه، بنداز بری تو نیکی تو کردی دیگه، حالا بعدن فرواز میفته. در زنده روز، زنده روز اومده و عراق اومده. حالا اگر بخوایم اینجا عراق رو در نظر بگیریم، اگر بگیم تناسبی بوده قاعدتا یه شهری نزدیک به اصفهان باید باشه دیگه. خود نه، همون خود کل منطقه از اصفهان و تا ری میاد، بعد میره غرب کشور، جایی که عربی حرف نمی زدند می شده عراق عجم. اون قسمتی که ادامه داره تا بغداد می شده عربی حرف زدند و عراق عرب بوده. عرض کنم که برای این رود هم به معنی ساز بگیریم، با گلبانگ ایهام داره و همینطور عراقی که اسم نوا هم هست، نغمه هست. گلبانگ هم اسم یکی از نغمه ها هست، نغمه مثل سگاه ها اینا گلبانگ. و رود هم که اسم ساز دیگه، اینه تناسب های اینطوری داره. بله، من مجدد به همه دوستانی که تشریف آوردن، اسامی خیلی ارزشمندی رو دارم میبینم که تشریف آوردن، دیگه نام نبرم، من ارادت و تشکر خودم رو ابراز میکنم. همه دوستان ما شما اسامی که وارد میشن احاطه دارید؟ بنده احاطه ندارم، ولی خب سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که وارد میشن. سلام میگم به دوستانم، من دوستان ندارم، با همین خوشی با دکتر جوان خوشی شدم. وقت اگر یه جوری هم شده گاهی اوقات میره کامنت ها، نمیدونم به خاطر این ابتکارات ماست که بالای عنوان باشه پایین یه کامنت پین شده باشه چی شده، گاهی اوقات این بیشتر کامنته که میاد تار دیده میشه. بله، من هم تار میبینم خیلی کم، یه جوری شده. حالا به هر حال من آره به همه عزیزان خوش آمد عرض میکنم. بساز مطرب خوشخوان خوشگو، به شعر فارسی صوت عراقی. حالا برای اینم به یکیه که توی کتاب سایه اومده، فارسیه دیگه. برای حالا اگر فرمایش دارید در این باره که اگر نه بگذاریم بریم به بله، این بیت در چاپ علامه غزنوی بیت تیتر قافیه فاصله 7 بیت رایت بشه برده بیت 11، ولی شما که خوندید دوتا بیت پشت سر هم و قافیه عراقی داشته باشه، خب سایف گفته که این عراقی تا عراقی با هم دیگه متفاوت هستن، اینا رو ایرادی نداره که پشت سر هم. نمیدونم دوستان صدا رو به شکل واضح بشنم. شما که صحبت میکنی صدا نیست، من صحبت میکنم این صدا بعضی وقتا میاد، ولی از سمت دکتر بیشتره ظاهرا به هر جهت. مثلا اوکراینو زدن این ورم. آره متاسفانه از دو طرف هم آدم های زیادی از بین رفتن. دکتر جان یه خوشگو هست در این خوشخان و خوشگو، گو از همون گفتار قول از گفته، یعنی کسی که خواننده است نه کسی که خوب حرف میزنه. نه در حقیقت کسی که داره صدای زیبایی داره و نقل قولهای خوب موسیقی داره. بله در شعر حافظ هستی که گفتن یعنی خواندن هست. بله مطرب بگو که کار جهان شد، کار جهان شد. مطرب بگو هم به معنی بو هم به معنی بخوان هستی. حالا میتونیم در نظر بگیریم که یکیش بدیع باشه یکیش بیان باشه، یعنی که یکیش خوب میگه یکیش هم خوب بیانش میکنه، آواز میخونه. نه گفتم یعنی آواز خوندنه، گفتن در آسمان عجب به گفته حافظ فکر بکنن سرود اصلا صدای حافظ جان انقدر خوب بوده و میخونده. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. من فکر بکنم که نمیشه لایه ظاهری رو در نظر نگیره، ولی لایه باطنی خوش صداست.
عراقی هم صوت عراقی هم باز عراقی، معنی نغمه عراقی بگیریم باز ایرادی نداره که، ولی خب عراق هم مکانم بگیریم باز خوبه، فارسی و عراقی یعنی یه تضادی هم اینجا حاصل شده، شعر فارسی با نغمه عراقی جان، با این ترکیبات لایه به لایه و این آینه منشوروارش که از هر لبه و از هر زاویه نگاه میکنی چیزی بهتر و زیباتری میبینید، این شاهکار میکنه. حالا بسازم اگر... همینطوریه، بسازم یعنی باز به معنی نغمه بزن، یعنی بنواز، بسازم از همینه یا اینکه آماده کن، یعنی مهیا کن ساز و عده و اینها، ساز و برگ، یعنی فراهم کن مقدمات این موسیقی و خواندن رو، همین که معنی خود بنوازه، بنواز و بخوان ساز بفهمید. قصد کلامت رو مدام آقای سوهیل اختیار دید. آقای دکتر امینی باز، آقای دکتر اسماعیل امینی اگر اشتباه نکنم، باز خوش آمد میگم، خوشحالم شما رو میبینم اینجا. ارزم به حضور شما که یه بسازی خدمت که آنلاین شدم، یه خوشخوان داریم و یه خوشگو، اگر لفونش هم در نظر بگیریم یا حالا توضیحی که به ترتیب بخوایم در نظر بگیریم، بخوان یا به صورت خوشخوان شعر فارسی رو بگیم، خوشگو صوت عراقی رو، یعنی خواندن شعر را بخوان، گفتن صوت را، یعنی میشه گفت که مثلا بگو یعنی آواز لفونش رو دقیقاً، این بخوان یعنی شعر رو بیان کن، یعنی شعر خوب رو بخوان و اون رو با صدای خوب آواز درده، به عبارتی یه همچین، یعنی حالا این چیزی که به ذهنم رسید که چون دوتا رو کنار هم گذاشته و اون طرف هم شده، گفتم اگر لف و نشر مرتب در نظر بگیریم شاید همچین نتیجه بشه گرفت. بیت بعدی: بیا ساقی بده رطل گرانم، سقا کلا همین کأس دهاغی. مصرع دومش عربیه ساده است، سقا کلا فعل ماضیه مونتا در معنای دعای الهی که خداوند تو را بنوشاند و سیرابت کند از جام سرشار. این کأس دهاغ در قرآن هم هست، کأس دهاغا در سوره مبارکه نبع اومده، که اصلا دهاغا از جام سرشار تو را سیرابت کند. تو را ساقی و سقا هم که خب اشتقاق دیگه بر بریم. سهل جان بیت بعدی. جوانی باز می آرد به یادم سماع، من سماع گفتم ولی خب سماع بهتره با دستفشان، سماع چنگ و دستفشان ساقی. حالا به هر حال یه مجلسی آوازی میاد و این آوازه باعث شده که این جوانی به یادش بیاد و به صورتی واهی که کردم قوله یا صدای چنگ را میشنوم و همینطور دستفشانی ساقی را میشنوم، جوانی را به یاد من باز میآورد. میار باز سهیل جان، اینجا داستان چنگ هم خیلی زیباست. شما ظاهرا دارید فکر میکنید که دارید صدای چنگ رو میشنوید، این جذبه زیباست، خود چنگ هم به سما داره در میاد، نه اینکه در حرکت، یعنی در حقیقت باز هم منظور نظر حافظ جان اینه که شنیدن صدای چنگ و سماع چنگ در کنار دستفشانی و پایکوبی منو یاد جوانی ها میندازه. در جهت تصویر بسیار زیبایی از این چنگ، حالا خود چنگ و اون هارپ و خود هارپ ساز چنگ. عرضم که ببرسید یه سمعه یعنی شنیدن داریم، بر باب فعال بره میشه سماع یعنی شنیدن، گوش دادن به یه چیزی که حالا این به این شکل توی غزله اول هم یه جایش بود، سماع وعظ، سماع وعظ رو مثلا میگیم سماع، و یکی هم سماع به همون داستان رقص باستانی که به این شکل چیزم میکنن و دستی هم تکون میدن، دست افشانی میکنن.
میشه اینجوری گفت که این را اگر سماع در نظر بگیریم، یعنی گوش دادن، گوش دادن، گوش فرا دادن به آواز چنگ یا صدای چنگ و دستفشان ساقی را دیدن به عبارتی، و خود سماع در با فتحه با دستفشان هم یه تناسب قشنگی میاره، یعنی یه تصویر مرکبی به دست میده. درست. بله سماع چه سماع به دست چنگ و دستفشان ساقی خیلی مناسبت داره. حالا چه سماع باشه چه سماع باشه، اصلش سماع هم هست، در فارسی هم شاید سماع شده باشه، هر دو به معنی شنیدن بوده. حالا به آواز گفتن، آواز گفتن شنیدن، از حالا به مرور این تغییر معنای اتفاق افتاده و حتی به رقص هم گفتن، یعنی اول شنیدن موسیقی، بعد خود موسیقی، و در کنارش بعد به رقص و این پایکوبی هم کلمه سما اطلاق شده. این در مرور زمان اتفاق افتاده، یعنی قضیه نبوده که اول از اول بوده باشه. درست. یعنی استحاله شده دیگه. بله، چون میگه در ما آرایوز سر خرقه برانداز و برخصی، همچین عبارتی داریم، مشخصا اون مراسم رو بهش اشاره کرده و به قول شما این کلمه به مرور در گذر زمان تطوری داشته دیگه. درست. و دستفشان هم همینطور، دستفشان اینجا مثل سما باز دوتا معنی داره. دستفشان یه وقتی هست شما دستات رو میچرخونی میرقصی، دستفشانی یعنی رقص، که با سما اینجا باز چی داره؟ تناسب داره. و همین دستفشان یعنی دست زدن، یعنی تشویق کردن، یعنی یکی دیگه برقصه شد حالا دست بزنی. مثلا دستفشان ساقی یعنی ساقی دست میزنه، کسای دیگه میرقصن و یا میخونن. ما باز دست افشانی بر چیز دست افشاندن هم داره. مثلا شما وقتی دست میزنی اینجوری دست نمیزنی، اینطوری میکنی، چون کاری انجام میدی تمام میشه. دیدی برای اخبار ناشنوایان میگن که اخبار امروز تمام شد، دست اینجوری میکنه این تمام شدن. این دست افشاندن از چیزی باز معنی یعنی رها کردن، پشت پا زدن به اون چیز، ترک چیزی کردن. بله، شاید دست افشان رو در فارسی هستش. حالا اینجا این تو این بیت نه، مثلا وقتی خاقان میگه صبح خیزان کاستین بر آسمان افشاندن، پایکوبان دست همت بر جهان افشاندن، یعنی کلا از دست از این جهان افشاندن، ترک کردن، ترک متعلقات دنیوی کرد. خود آستین هم باز داستان داره، آستین افشاندن. بله، آستین افشاندن هم چند نوع در باره آستین دوستی یه تحقیق جالبی کرده بود. آستین لباس خیلی اصلا کلا داستان هایی داشته، یعنی یه چیز بزرگی بوده این تو، فقط به اصطلاح مزار بچه جا نمی‌شده، همه چی این تو فرو می‌کردن. چون داشتم فکر می‌کردم من که خب تاریخچه اختراع کش یا زیپ یا دگمه، خب به هر حال اینا توی لباسای ما تأثیر داشتن که به این شکل امروزی در اومده دیگه. قبلا خب به این شکل نبوده، زیپ نبوده، مجبور بودن با یه بندی بکشن. بعد اون وقت مثلا شما آستین رو نگاه کنی، یا باید دگمه‌ای داشته باشه ببندی، یا باید یه کشی داشته باشه، کشباف، که این جمع بشه. اگه این نباشه پارچه است، آویزون میشه دیگه، کارش نمیشه کرد. بعد یه تیکه پارچه پیدا کنی که اینو ببندی، این چیزی که هستش اینو که ببندی اینجا میشه یه چیزی مثل توبره. درسته. بعد وقت اینجا میشه کلی قایم کرد، آستین گل مثلا برمی‌داری قایم می‌کنی، همچین چیزی اینجا قایم کرده داره میده. ببین خیلی چیز پیدا می‌کنه، خیلی کار کرد پیدا می‌کنه. ببخشید، بفهمید. خواهش می‌کنم. ثروتمندا خب پارچه‌های بیشتری مصرف می‌کردن برای لباسشون، آستینش هم خیلی بلند بوده، یعنی آستین تا اینجوری میمده. بعد شما فرض کنید کتاب رو شما وردارید اینطوری، بعد با آستین پنهان میشه، یعنی شما دارید راه می‌ری این کتاب تو آستین می‌رفته. یا تو آستین بدره و همیان اینها رو چی میکرده؟ یعنی یک نفر بزلهی یک نکته و لطیفه و ظرافتی میگفته در دربار، پادشاه دست میکرد تو همین آستین خودش پول در میاره براش پرت میکرده، یا مثلا با یه حرکت آستین طرف حکم اعدامش صادر میکرده. دکتر داره که در آستین مرقع پیر پنهان کن، که همچه چشم سراهی زمانه خونریز است. بله، آستین حتی پیاله رو پنهانش کرد، تو قایم بکنی درش. ولی خوشبختانه این آستین ها الان یه وقته مد میشه یه وقته نه. درست حافظ، به این نشانه اینه که اصلا کتاب میشه پنهان کرد. حافظ میگه صراحی میکشم پنهانو
مردم دفتر انگارن، یعنی اینجا زیر آستین من صراحیه و مردم فهم میگن کتابی دفتر شعریه که من دارم، کتابیه آفره. که من عالم، من مکتبی هستم که کتاب دارم حمل میکنم با خودم. خیلی عالی، همینو میخواستم بگم دقیقا اینه. و یه چیز دیگه هم فرمودید که اینا که پول دارن آستینشون درازتره، یه عبارتی میخواد کسی رو تأخیر بکنه، میگه درازدستی این کوتاه آستینان بین، یعنی یه نشانه از بیچیز بودن و ندار بودن و بیپول بودنشه که ببینید اگه داشت که آستین بلند برای خودش، لباس آستین بلند میگه. این کوتاه آستین لباس، حجاب هر چقدر پوشیدتر بوده نشانگر متمدن بودن انسانها بوده و همینطور ثروتمند بودن انسانها بوده، در مقابل مثلا عرب بادینشین که لخت میگشتن تا سنهای قابل توجهی لخت مادرزاد میگشتن، عربی که کمتر به لباس دسترسی داشتن دور جاهلیت. و یه موضوع دیگه هم هستش آقای دکتر، دلق مرقع که میگن. خب ببین اون آدم عیونی که میاد خیاطی یه لباسی میدوزه، پارچه رو تا جایی که دوست داره استفاده میکنه، بعد خب زایده پارچه تیکه تیکه خیاط میریزه میندازه زمین دیگه، اونو که این بر نمیداره ببره. بعد اون خونه که بی پول بودن میمدن تیکه پارچه تیکه تیکه های پارچه های یعنی زایده های پارچه های اغنی ها رو برمیدوستن میدوختن به هم دیگه، میشد یه لباس برای اون. میگه دلق مرقع پوشیده بیشتر بخواد که پول پارچه نده، یا اصلا انقدر پاره شده و هی وصله دوخته، پاره شده وصله دوخته، یک لباسی 10 سال داره میپوشه دیگه، پاره هم شده دوباره با وصله زنده نگهش داشته دیگه، احیا کرده. درسته بله، زنده باشید. بیت بعدی بیت کوتاه آستینن، کوتاه آستینن خیلی جالب بود استفاده کردم آقای قاسمی، دراز دسته این کوتاه آستینن بود. بله یه معنایی پیدا کرد که مثلا این تغییرش به چه چیزی از مثلا خواجگان بلند آستین بودن، حتی شلوارش نه همینطور، باز اون تنبان هایی که میپوشیدن کاملا گله گشاد بوده، لباس های خیلی گله گشاد میپوشیدن، مثلا این هندیان که چه لباس میشن. لباس آینی چیزا رو ببینید، لور های من بختیاری دوستی داشتم دیدم، یه لباس خیلی گرون قیمتی هم بود اون موقع، بنزه حقوق یه ماه ما گفت جنوب کنم کردیم که این پول این چیز دبیت، یه دبیتی داشت پوشیده بود، گفت این لباس مثل آینی ماست، خیلی پارچه بود یعنی خیلی زیاد بود، و این هرچه ظاهرن پرچینتر نشان از تمکن اون شخصی که صاحب اون چیز لباس است، یعنی همچین چیزی داشت بوده. بله من الان هم دارم میبینم مثلا لباس آینیشون خیلی پارچه میبره. بله من کردای خودمون فقط لباس دیگهش نگیم، فقط اون شالی که میبندن کمرشون بازش بکنیم با دو سه دست لباس میشه برای خودمون بدوزیم با اون پارچه. حالا بحث چیز شد امروز هم روسیه و اوکراین، زمان شوروی بود، من پدرم توده‌ای بود، یعنی علایقش گرایشش کمونیستی بود، و خب اون موقع اتحاد جماهیر شوروی بود، تلویزیون مسکو و اینا رو، خلاصه یه سری برای ما شاید چیز بود دیگه، لباسای کمی می‌پوشیدن دیگه، خانومایی که تو این فیلم‌ها نشون می‌دادن می‌بینی خیلی لختی پختی و چیز پوشیده، این نگاه می‌کرد به شوخی ما هم بچه بودیم، میگفت اینا آدمای قانعین، آدمایین که به کم قانعن، ببین یه متر نیم متر پارچه رو برای خودشون لباس می‌دوزن، خرج برای شوهراشون دستور نمی‌تراشن اینا، یعنی الان مینی دیگه، وقتی میگه مینی جوب مینی دیگه، یعنی خیلی کمه ماکسی نیست احتمالاً همون فقر رو این برنامه ها بوده که میخواستن قناعت کنن دیگه. به هر حال بیت بعدی رو اگه اجازه بدید من بخونم. بفهم خوش میام. می باقی بده تا مست و خوشدل، ببخشید، می باقی بده تا مست و خوشدل به یاران برفشانم عمر باقی. این عبارت باقی، می باقی و عمر باقی، توی چیز قبلی هم یه بیتی هم بود، بده ساقی
میگه باقی که در جنت نخواهی یافت. باقی یکی به معنی این عمر باقی ماست که در اون دنیا قراره تا بهشت دوزخ طی بشه، یکی هم میگه باقی مونده از نیمه شب، یا اون چیزی که ته به عبارت این چیز مونده، ته پیاله مونده، میگه اونم ورش دار بیار. یعنی هر دوتا معنی رو اینجا در واقع هر دوتا رو به کار برده، یعنی یه رمزگشایی میشه به اون میگه باقی که اون بیت بود و به اصطلاح اونجا تو می باقی رو آورده گفته، و دومی هم که گفته که در جنت نخواهی یافت. اینجا هم میگه که اون می باقی رو بیار که بقیه عمرم رو، یا بقیه عمرم رو، یا اون دنیای خودم رو به یاران برفشانم. این برداشت من از این بود. بله درسته. باقی در بیت بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، این در کتاب همون حافظ نامه آقای استاد رحمشاهی باقی رو از متون مختلف از خودش معانی مختلف براش آورده، ولی معنی اصلیش همون باقی مانده هست، میگه که در ته جنت باقی مونده. آره. چون گیرایش هم بیشتره دیگه، چون صاف نیست نسبت به اون میگه که بالای جام هست و بطری همیمونه و مستیش هم بیشتره، به این خاطر اونی که زیاد اهل نوش بوده به این بیشتر تمایل داشته. معنی اصلیشه، ولی اینکه معانی دیگر رو ما در نظر نداشته باشیم، هیچ ایرادی نداره در نظر داشته باشیم، بهترم هست. باقی معنی جاودان کننده متو بگیر هستن. با اگه بخوای اون دنیا بگیری با جنت ایهام تضاد میسازه. بده باقی می بده ساقی می باقی که در جنت، مثلا ما جنت بخوایم ایهام تضاد بسازیم، باقی اصلا اون دنیا معنی بگیریم. هیچ ایرادی نداره. مثلا چرا حافظ دیگه رندانه حافظ جان داره میگه بابا حالم خوشون تشم بده ما بخوریم، که من به هوای این حاضرم باقی مانده عمرم رو برای این دوتا باقی رو به کار برده در یک شکل. منظورش ضمناً اینه که بابا تشم بریز ما بخوریم، تا من حاضرم عمر باقی مونده رو به خاطر این سورهش پرداخت بکنم. خیلی زیباست. یه موضوعی رو من میخواستم بگم در ادامه فرمایش آقای کوتنایی. ببین دقیقا یه همچین حسی، حالا ما ببخشید من این موضوعی محاوره ای تر، حالا بیچیز تر از قبل دارم صحبت میکنم، یه کرمی میگیره اون کسی رو که مثلا نشستن خوردن. خب ما این رو میدونیم که ساقی تعیین میکنه برای چه کسی بریزد و برای چه کسی نریزد. خب و این یواش یواش، و کسی هم قاعدتا نباید اعتراض کنه بهش، این سر جای خودش. خب ولی گاهی اوقات میشه که این مثلا نوشیده یه ساعتی میگذره، هم خوبه هم خوب نیست، دلش میخواد یه خورده بهتر بشه، این جان من برو بقیهش هم ورده بیار. یه همچین حس به اصطلاح اصرار و التماسی که من میدونم تهش هنوز مونده، تو به من میگی که نداریم یا نمیدم، من میدونم تهش یه ذره دیگه مونده، اونم ورش دار بیار، بیا تمومش بکنیم. یه همچین حسی حالا توی اون به اصطلاح چی تصور ذهنی آدم میگنجه که اون می باقی رو خواستن یه حالت مثلا اندکی بعد از مستیه که هنوز مستیه هست، ولی آدم فکر میکنه اگه یکی دیگه بخوره خوب میشه، بهتر میشه. به هر حال ببخشید اینجوری من دارم صحبت میکنم در باره غزل های خب دوره دیگه، دور ادر که اصلا وقتی میگه شبه دور بوده دیگه، میشستن و ساقی میچرخوند و میگردوند کاسه رو، و اون رطلی که اونجا هستش و پره و یه دور میزنه و دوباره میره از اونجا ور میداره، دوباره یه دور دیگه میزنه و تا جایی که حالا دیگه نیاز نداشته باشه. ولی اونی که خیلی نیاز داره باز دلش میخواد میگه که اون باقی مندا هم بیار، اون تهش هم بیار، که واقعا گیرایش اون دورده گیرایش بیشتر هم هست، مستش بیشتره. به خاطر این حاضرم جونم بدم. یه دعا هم هست، یعنی مثلا آدمی که چیزی میخواد یه چیزی رو میخواد، آقا به روز من مخلصم، آدمی چیزی که میخواد یه تهش یه قربونت برم هم میگه، یعنی یه جوری داره درخواستش رو خیلی با تواضع میاد، یه برگش هم بیاره هم قربون همه تونم میرم من، همچین حالتی لاتش این میشه. بله اگر اجازه میدید برم بیت بعدی رو. درونم خون شد از نادیدن دوست، الا تأسن لأیام الفراقی. تأسن هم جز فحشای عربیه دیگه، فحشای الان زیاد رکیک نیست، البته نگم رکیک نیست. تأسن عرب ها فحشاشون رو به شکل
مفعول مطلقه که با فعلش محذوف هستش بهش منصوب میارن. مثلا در قرآن میگه تبت یداد یا تبن لک، مثلا بریده باد، دستت بریده باد، سرت بریده باد، بریدن. یا فسوقن لاصحاب السعیر، سوقن قهه جیمی و سین، یعنی لعنت. حالا کلا همه اینا رو به معنی لعنت بگیریم. حالا دوری معنی میده، دوری از رحم. یا اصلا معنی اصلی تاثیر من دیگه کردم گفته بود که معنی اصلش صورت کسی به مالی زمین هست، یا دوری هست، بعد هست، الهی که دور باشه، یعنی بره گم شه. تأسن لأیام الفراقی، تأس با فراق هم در معنی دوری تناسبی هم داره، یعنی خود فراق را، ایام فراق دور باد از ما، و خود فراق معنی دوری و جدایی. ولی کلا این تأسن و این کلمات منصوب به شکل ناسزا و نفرین در عربی بوده. مثالش همون تبن و سخن در قرآن هست. تو فارسی هم یه جا گفته اگر به دست من افتد فراق را بکشم، یه همچین عبارتی رو گفته. اینجا هم فراق لعنت برسته دیگه، الا تأسن لأیام فراقی، لعنت به روزه فراق ما، یه همچین چیزی میشه الان گفت دیگه. اگر به دست من افتد فراق را بکشم. بله درست، حتی این هم خانش هم داره دیگه، دست من باشه، دست من نیست تحمل فراق، فراق را بکشم یا فراق را بکشم. دست کشیدن و تحمل فراق دست من نیست، اگه دست من بود که تحملش میکردم. ولی این دو جور میشه خون. ولی بله، فراق را اجرایی تشخیص انسان پنداری در بشه استاره صورت. زنده باشید. در برای این بیت فهمید دیگه بند درزی ندارم قید کتنایی. نه قربانت، من لذت بردم. دوستی ای 1367 SHA، تو چون ته جام گیرش زیاده، باعث مستی زیاده، باعث بدرخشندگی بیشتر می شود و جانش هم می بخشد، این رو به نظر داشته. ولی هر باشم بود فقط یه موضوع رو من بهتون حالا سربسته بگم. همون کسایی که دور رو هم چطور میگن دردی آشام هم هنوز من یا دردی آشامی رو چیز خوبی میدونن، حالا شاید ربطی به این چیز نداره، به این غزل نداره، همون ها هم اگر یه درد بذارن، یه صاف بذارن، صاف رو برمیدارن میخورن. برحال صاف هم گیرایش بیشتر باشه، خوشمزه تره، خوشخوراک تره، برحال اون چیزی که هستش گران قیمت تره. ولی میدونی مثل چیه؟ مثل این داستانی که ما میگیم در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، یا توی یه همچین حالتی کسانی که افتاده تر باشن، متواضع تر باشن، خیلی موقع ها هستن که کسایی که حالا تمکنش هم دارن برای هم دلی یا مثلا با بقیه بودن میان، مثلا اگر لباس چیزی هم دارن، زربفتی هم دارن، اونو در میارن، یه دلق مرقم میشن، میان با اونا بشینن. یعنی یه جوری میگه که اون شخصی که دردی آشامیه با این که پول نداره، خب هر که پول داشت میرفت نوش میگه، مثل عرقه، ببخشید این عبارت رو دارم من به کار میبرم آقای دکتر عطایی، من واقعا عذر میخوام، من موقعیت شما رو در نظر نمیگیرم، به عنوان فریلنسر دارم حرف میزنم. کسی که چه میدونم پول داشته باشه، بدش عرق تگی هم بذارن، ویسکی بلو لیبل هم بذارن، خب معلوم اون گرونه رو برمیداره اگر مهم نباشه. یعنی هر کسی این اتفاق، ولی وقتی که این یکی رو مجبوره بگیره، میگه این یه صفایی داره که اون اغنیا ندارن. میدونی چی میگم؟ یه جور صحبت مندالیستیه، صحبت قلندری هستش. دقیقاً قلندری هم تناسب داره. زنده باشید. برای من خلاصه کنم، امروز یه مقداری خارج از حد و حدود کنم، بیش از گلیم خیش مگر پا کشیدیم، ما عوض خواهیم کنم. نهاتش حد میخوریم، از حد خارج میشیم، حد میخوریم. پنهان خورید باده که تعذیر میکنن. بسیار خوب. دموعی بعدکم لا تحت روحا فکم بحر عمیق من سواقی. چه سکوتی شد. من اگر اجازه بدید اون چیزی که برداشتم از این بیت بگم،
میگه که اشکهایی که من بعد از شما دارم میریزم رو مسخره نگیر، به مسخره نگیر، تغییرش نکن. بعد میاد یه مثالی هم میزنه، میگه که از این چشمه های کوچیکی که هستش دور هم جمع میشن چقدر دریا، به اصطلاح دریاهای چه بسا چه زیاد دریاهای عمیقی به وجود آمده است. یه جایی هم میگه چرخ فیروزه از این کهگل کهگل کرد، به چی حمل نکن، یادم رفته، چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد، یه همچین حالتی رو داره. میگه این هم همینه، میگه آقا شاید چیز کوچیک هم ممکنه یه چیز بزرگی به وجود بیاد. این به طرب حمل نکن، سرخی رویم یا زردی رویم، نه اینم نبود، ببخشید. اون بیته داره میگه که تأخیر نکن عشق من رو، این خاک صورت من و این زردی صورت من اومده زردی صورت رو به کاه تشبیه کرده و خاکی که روشه اوکالوده و عشقی که میاد شد کاگل دیگه، یعنی زردیش کاه هست، خاک آبم که روش شد گل، شد کهگل. و میگه که این گریه من چرخ فیروزه از همین که کارگل تونسته طربخانه درست کنه، یعنی مثلا ساختمانی شده که باهاش یه عمارتی ساختن که توش میشه طرب کرد، یعنی همچین عبارتی بود. اینجا هم میگه فکم بحر عمیق من سواهی، یعنی داره ارسال المثل میکنه به نظر. همین در نسخه که علامه خانلری آورده به جای عمیق جمعنه آورده، این قشنگتر نیست حالا قزوینی خانلاره، بله استاد خانلاره تو نسخه‌اش آورده، تو نسخه‌ای که معرفی کرده، من نسخه‌ای که دارم عمیق آورده خانلری رو دارم دکتر، بله عمیق آورده اما تو معرفی نسخه‌اش در بله در اونجا شماره چنده؟ 451. بله جمعنا آورده، جمعنا من السواقی، فکم بحرن جمعنا من السواقی، فکم بحرن جمعنا من السواقی. حالا در نسبت وزنش عوض میشه، میره بحر وافر. بله البته مفاعلاتون میشه. سواقی جمع ساقیه یا ساق، یعنی من سواقی تو وزن میشینه، یعنی فکم بحرن جمعنا من سواقی، جمعنا اون ای کوتاه هست، کوتاه هست، جمعنا نون مؤنثه، جمعنا من سواقی چطور؟ جمعنا من است، اصلا چی نیست که نفاعلت نخونیم، جمعنا من سواقی ایرادی نداره. فکم بحرن جمعنا من سواقی، دریایی که چه بسا دریاهایی که از سواقی ساقیه ها و اون جوب های کوچکی جمع شده اند. درست همین مطلبی که دکتر در نشست های پیشین گفتن سهیل جان، در کلیت شعر فارسی اگر شما هزج مسمن یا مسدس مقصور و محصوفیگی هیچ وقت از هزج نمیایی به وافر بگید مفاعلتون، اما در غزلیات عربی یار الجبنا ان الحج حزب و تلک خدیت و تبع اللعیمی ظاهرا شما فکر بکنید که مفعولی خیلی جاده روی که مفعولتون مفاعلتون فعولون یه مفاعل. اینجا هم چون ساختار عروض کامل عربیه، حافظ جان از حزج اومده به وافر، به جای مفاعلون شده مفاعلتون. درود به نکته بینی دکتر عطایی، چون در بیت بعدم هست مزد فرس لاله، فرس الوصال وقتی داره میگه در نسخه اصلا بیت علامه خانلری آورده این بیت، همینطور سایه آورده این بیتو، مزد فرس الوصال اصلا مفاعلتون بخونیم، و همینطور رکن بعد و ما شعرنا وصال و ما شعرنا مفاعلتون فعولون، هر دو مفاعلتون هست. و وقتی اینطوری میشه کل شعر رو باید ما بر وافر بگیریم، بر حزج نباید بگیریم، چون مفاعیلون قابل استخراج و حساب نکنیم. بله برای باید وافر حساب کنیم. یک رکن هم در قصیده هزار بیتی مفاعلتون باشه دیگه بقیه کل اون قصیده در وافر میره، دیگه حزج نمیده. قزوینی غنی به خاطر همین کل این بیت خط زدن دو بیت هست.
قامت شعر فارسی بحر وافر، دوستان عزیز بحر وافر هست، وافر دست مقصور محسوب دکتر. حالا من علامه قدیمی میگم به این دلیل حذف کرده، شوخی گفتم شاید این باشه، ولی کلا در شعر فارسی من اجازه میخوام که بر کم کار برده میگم، باز من اجازه میخوام که بمونم روی این که نه، مثلا حافظ ابیات عربیش رو هم با همون اسلوب فارسی سروده، نمیدونم حالا تو مقاومت میکنم. حالا اگه فرسان رو فارسی زبانان این که سه تا هجای کوتاه پشت سر هم بیاد آشنا نیست، مفا ا ل ا ل دو تا هجای کوتاه، مفا الاتون آشنا نیست، اینا رو مجبوریم یه چیز عادتی دیگه، عادت ذهن و گوشه. مزد فرسو رو اینجوری بخونیم، فرسو رو حالا ببین یه خورده زبونمون رو بچرخونیم به ضرورت بعد اینجوری بخونم، مزد فرسو الوسال ما شعرنا، شعرنا یعنی ور رو با ساز بخونی چجوری اینجوری بخونیم سهل جان غلط خون ببین مفائیلون خب مزد فرسون ای ببین من چیکار کردم، اومدم قاعده ابدال به کار بردم، یعنی به جای دو تا هجای کوتاه یه هجای بلند میشه. ببین مزت فرسل مفا ای یه دونه بلند دیگه، به جاش دو تا آوردم، تبدیل به مستفعل نشد. ببین مفا اعلان، ببین به جای ابدال شد دیگه، یعنی یه جور ابدال، مزت فرس الوسال و ما شعرنا، یعنی برو کتابه و ما مفا وسال و ما، ببین مفا اعلون، ببینید یه همچین کاری، یعنی بیایم بحر رو عوض نکنیم، بگیم که اینجا مفاعیلون رو دو جا به اصطلاح ابدال کرده، اومده دو تا یه هجه بلند و دو تا هجه کوتاه نوشته، یا اون یکی هم که فرمودید من از سواقی، من از سواقی بیایم من رو ساکن بگیم، بگیم که فکم بهره، اون کلمه رو یادم رفت، من از سواقی، یعنی من از سواقی همچین حالتی بگیم، نیاز نیست بهره عوض کنیم. نمیدونم نیاز شعر شعر عربی دیگه، حتی شعر فارسی باشی رو نداره، شعر فارسی دوست داشت رفت بهره وافر بگیم، چه اشکال داره؟ یه می‌خواستم عرض بکنم توی فارسی من توی شعرهای سیمین بانو بهبهانی دیدم این کارو کرده، مفتعلون مستفعلون مستفعلون رو دقیقا گاهی اوقات مستفعلون مفتعلون هم گفته و با این به اصطلاح ذوق آزمایی رو کرده. یه غزلی داره، یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت کفنم، قامت بدنم، یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم. ببین این رو نگاه بکنید، گاهی اوقات میبینید که توی مستقل گفتن آورده و هر جا که خواسته این کار کرده، چه توی بیتای زود چه توی بیتای فرد، و خیلی هم قشنگ شده، یعنی خیلی به زبان گفتار چیز شده، نزدیک شده، و واقعا وقتی میخونی میبینی که خیلی هم به گوش نمیاد که این به اصطلاح دزاکسه شده، از چیز در اومده، از توی خود وزن در اومده. فقط به ذهنم رسید بعد از اون فرمایش که توی جلسه های اول با هم دیگه صحبت میکردیم، یاد این شعر سیمین بهبهانی افتادم که یه همچین کارهایی رو توی فارسی هم آزموده، تا چقدر موفق بوده یا نه رو حالا بمونیم میکردن چیزی. این رکنایه که دو تا هجای کوتاه دارن و اون دو تا هجای کوتاه تبدیل هجای بلند شدن، ما داریم مثلا متفاعلون شده متفاعلون که مستفعلونه، یعنی بجای متفاعلون 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 میگیم متفاعلون مستفعلون مستفعلون متفاعلون، ولی بجای مستفعلون نمیتونیم بیاریم متفاعلون بگیم. اگر یه شعری دیدین شما کلا مستفعلون بود، رفت یک بیتی از اون هزار بیت متفاعلون شد، متفاعلون شما بک‌گراند بگیر، دستر اصلی بگیر، مستفعلون رو از بچه‌ها و ضعفات متفاعلون بگیر، کامل باید حساب بکنی. بله کامل باید حساب کنی. مفاعلتون همینطور، وافر مفاعلتون، یکی از ضعفات مفاعلتون معصوب مقتوفش مفاعیلون فعولون هست که میشه متفاعلون مفاعلتون مفاعلتون فعولون، بعد به جای یکی از مفاعلتون رو بیار مفاعیلون بذار. بعد اصلا نیاز نیست چه در شعر فارسی و خیلی دیگه این ترجیحاً در شعر عربی حتما
اصلا اینو تغییر بدیم کلماتو که تبدیل به مفاعیلون بکنیم. یکی از دوستان ما شعر ابن انباریک در تاریخ بیهقی است، اولو وم فل حیا ت و فل مماتی الحق انت اهد المعجزاتی، و نمیدونست که مفاعلتون هست در وز به عنوان وز داریم، اینو با مفاعیلون یه جوری هماهنگ میکرد و کلمات هضم میکرد. میگفت اولو وم فل حیا تی فل مماتی، واو هضم میکرد. که شما کاری که اینجا شما کردید مزد فرس تقریبا اینجوریه. بله. فکر بکنم که باید همون بحر وافر حسابش کرد. مزد این واو حذف کنید اصلا اگه بخواید این کارو بکنید. واو اشتباه، البته اشتباهه. بگیم مزد فرس الوسا لی ما شاعر، واو حذف کنیم، ل رو بکشیم. خب از نظر نحوی غلط میشه دکتر جان، هم جمله غلط میشه، هم برای صرفی فرس نداریم. همین که لی رو بکشیم، عرب ها وسط مصرا کلمه رو مثل فارسی شب تاریک بیمه موج، عرب ها این کار نمی کنن، نمیگن مزد فرسل وسا لی ما، نمی کشن، فقط زمایر هم و همو میگن، بهی و بهی میگن، مثلا لهو میگن، یکم آخر مصرا وسط مصرا پیر از زمایر این کار نمی کنن. ایرانی عربی وقتی دیدم شهری رو این کار کرده مثلا، ولی شعر عربی اصیل، حالا اونایی که عربی مسلطه مثل حافظ و سعدی که وقتی شعر عربی بگن یا خود عرب ها میگن این کار رو نمی کن. من دیدم شهریار مثل عربی گفته ولی کلمه رو کشیده وسط مثلا. خب این طبق اصول عربی اشتباهه. خود عرب ها نمیتونن بخونن مثلا، عرب ها نمیتونن ربایی ما رو بخونن، وزن ربایی ما رو. یه ربایی عربی شما بگید، ربایی عربی بگید، عرب ها نمیتونن با وزن بخوننش. یه ربا یه شعر عربی بگید شما، عربی بگید ولی در بحر مضارع باشه مفعول فاعل از روش نمیتونن بخونن، میگن این بی وزنه، چون وزنو به اون شکلی ما داریم ندارن. به این خاطر شما این وساد و وسالی بکشید، عرب ها اینو قبول نمیکنن، ذهنشون اینو نمیفهمند. بله بله، موسیقی های قبول نمیکنن. یعنی من نگفتم وسالی، من میگم وسال، یعنی وسال وسال من که غلط تره. من میگم حتی واو حذف بکنید هم باز بهتر. اشتباهه که بهتر از اون. البته وسالف که کلا کلا بیمانی، وسالف یعنی چی؟ واو حذف کنید، وسالی هم بکنید، مثل اولو وم فل حیاتی فل مماتی، واو حذف میکرد دوستمون دیگه، اولو وم فل حیاتی فل مماتی، واو حذف میکرد و حیاتی رو میکشید. عرب ها این کار نمیکنن. ابن انباریک که خوش عربی گفته دیگه. خیلی حرف زدم، ببخشید. بسیار دارید، آموختم، بسیار آموختم. عرضم به حضور شما که باعث بیت بعدی، دمی با نیک خواهان متفق باش، غنیمت دان امور اتفاقی. خیلی جالبه اینجا هم یه بیتی داره، میگه حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. یعنی این هم دقیقا یه جوری انگار در ادامه اون مضمونه میگه که متفق با کاملا بحث اتحاد و اتفاق. اینجا شما فکر بکنی حافظ جان بخواد بگه که هرچی خوش آید پیش آید، در حالی که منظور باز منظور باطنیش اینه که این اتفاق و این همگی در دو تا ترکیب نیکاهان متفق باش، این غنیمت دان امور اتفاقی، یعنی هر چی که اومد و این رخداد اگر به اتفاق همبستگی انجامید، ضمناً نمیخواد بگه فقط اگر هر چی خوشایند پیش آید، خوشایند پیش آید که در اتفاق همبستگی باشه، باید وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. الان اتفاق صدا من دارید؟ من یه پاس کردم چون نویز من زیاده دکتر. بله ولی خب متوجه شدم حرفتون، فرمایشتون رو گرفتم. کلمه اتفاق در متون قدیم اصلا به معنی شانس و حادثه نیست. بله درست، آقای جناب کوتنایی فرمودن که اتفاقی را یعنی آنچه پیش آید خوش آید معنی کردن، ولی معنی امروزی از اتفاقه. من نگاه کردم متون قدیمی همیشه اتفاق معنی اتحاد و یکی شدن با کسی یا چیزی با یار همبستگی. بله حالا من انکار فهم نمی کنم این معنی که آقای کوتنهای فرمودن رو، این معنی زیبایی هم هستش، ولی اون معنی هم داشته باشیم که بهتون معنی کنم. اول براتون، دمی با نیک خواهان متفق باش، یعنی با اون متحد و متصل باش، که اتفاقا
این متفق شدن رو غنیمت دان. این معنی کنیم و من یه آقای کوتاهی هم داشته باشیم، ولی در متون من هرچی اتفاق دیدم در قدیم همش به معنی یکی بودنه. یه خاقانی بیتی داره میگه خاک درگاهت دهد از علت خزلان نجات. به پادشاه داره مت میکنه و توصیفش میگه که خاک درگاه تو آدم از بدبخت نجات میده. بعد میگه اتفاق است که از یاقوت کم گردد وبا. در طبق پزشکی اعتقاد قدیم میگفتن که یاقوت وبا رو کم میکنه. میگه که اتفاق هستین، یعنی همه متفق قولن توی این قضیه که اینطوریه. حالا یکی دوستی داشتیم میگفت که این که خاقانی میگه اتفاق است، یعنی خاقانی اعتقاد نداره به، میگه شانسیه این. از طبق معنی امروزی داشت این اتفاق رو معنی میکرد. ولی من میگم تا زمانی که تو متون قدیم شانسی پیدا نکردیم به نظرم بیت حافظ معنی نکنیم بهتره. حتی یه دو بیتی هم بود در لغتنامه ده خدا اومده، اونجا هم باز معنی چی بود؟ یکی شدن بود که لغتنامه ده خدا هم باز به معنی حادثه‌ای و ناگهانی و اتفاقی معنی. اونجا هم باز من دقت کردم اتفاق و معنی یکی بودن مدالا باز دقیق بیشتری داریم. بله اینجا اتفاق و اتحاد مد نظر اصلی حافظ جان هست قطعا. اون فقط یه لغته، یه واژه است. ولی این معنی شما دور از ذهن نیست و زیبا هم هست، یعنی اتفاقی بدونیم و شانسی بدونیم. ولی اینکه میگم فقط یه تشکیک دارم وارد میکنم به این قضیه من. درسته دکتر جان. آیا کمکی مطمئنم متون قبل از حافظ بعد از حافظ به این کمک بکنه؟ من حدس میذارم که معنی اتفاق و معنی شانسی معنی معاصر باشه. اینو دارم میگم. من اجازه میخوام اعتراض بکنم، حتی من هم اجازه میخوام که بگردم پیدا بکنم. ولی این دوتا مثالی که گفتم، ببینید اتفاق ریشش نکنیم توفیقه دیگه، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. خب توفیق به معنی موفق شدن یا موافق شدن، به هر حال اینا کلمه هایی هستن که نه که بگیم شانسکی شیری خط، ولی دو تا چیز با هم موافق بشن یا بخت موافق باشه باد موافق بشه، اینا اتفاقاتی هستن که به هر حال چیز داشتن هماهنگ شدن با. ببینید بله شدن هست، ولی وحدت وقتی اتحاد هست و اتفاق هم هست، اتفاق به اصطلاح چه میگن، به موافقت گرد هم آمدن، یاران به موافقت چو دیدار کنید. ببینید من میدونم چرا دارم این حرفو میزنم، هم اینجا دمی با نیکخواهان متفق باش، غنیمت دان امور اتفاقی. یه جایی هم میگه که زلفت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. ببینید اگر ملای این حرف رو بزنه میگیم برای تأکید بیشتر گفته، ولی اگر حافظ بزنه واقعا من دنبال یه معنای دیگه میگردم که این چرا یه کلمه رو دوبار به کار برده. یعنی اگر حافظ باشه میگم این حتما یه معنای دیگه‌ای در نظر داشته و هر دوتاش، یعنی مثلا اگر رو نگیم شاید بی بله دیگه، یه جوری داره مسخرش میکنه، یعنی یه جوری داره طعنه هم میزنه، میگه که حسن و ملاحت تو، یعنی خب دوتا چیزی هستن که پارامترایی برای جهانگیری نیستن. آدم هم خوشگل باشه هم بانمک باشه دنیا رو میگیره، نه. خب این دوتا آیتم های لازم و کافی برای، حالا لازم ممکنه باشه ولی کافیه لازم هم نیست، کافی نیستش که بخوای باهاش بری جهان رو بگیری. یه طعنه ای هم داره میزنه توی یه شعری هم هست، احمد الله علی معدلت سلطانی، آفرین بر تو که شایست، اونجا هم میاد که یه جوری انگار که داره میگه خدا شانس بده، ببین چه توفیقی حاصل شده، چه شانسی آورده، یه همچین چیزی که همچین حسی داره. الان اگه پیدا کنم من اون بترد من، ولی منظور من اینه که توی مصرع دوم وقتی میگه حسنت به اتفاق ملاحت، اینجا اتفاق دوم حتما داره یه طعنه میزنه، این بعد دیگه میشه شانسی آدم دنیا رو بگیره دیگه. و این مزاله ربط اون غزل نداریم، ولی حسن و ملاحت دو تا صفت هایی هن که حالا یه حدیثی از پیامبر هم هست که گفته یوسف زیباتره، من از اون ملیحترم. حالا به حال یوسف و پیامبر اسلام رو کنار هم بذاریم میشه حسن و ملاحت. کان یوسف ملیحون و انا املهم من. آره دقیقا. و اینجا مگر همون بیتم جناب آقای
قاسمی در همون بیت هم میگه آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. دقیقا باید اینطوری باشه، حسن تو با ملاحت تو جمع شدن با هم دیگه، دست به دست هم دادن و دنیا رو تسلیم خودشون کردن، متصرف تصرف کردن. اتفاق ملاحت خوندی اول؟ حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. حسن بله، حسنت به اتفاق ملاحت. فکر کردم زلفت خوندی. من یه شب زلفت خوندم، یک بار زلفت خوندید، ولی در هر حال مثلا دوم تاکید داره میکنه که بگیم بله دقیقا اینجوری اصلا با اتحاد که میشه تونیا رو بگرفته که. حالا شما باز شانسی منه میکنید، من تو کتم نمیره به حال دیگه نمیدونم. یعنی اعتقاد دارم که این اتفاق که معنی شانسی و راندوم هست، این معنی نهایت سال 50 ساله داره. شاید هم خیلی یعنی متأخرتره. مگر اینکه میگم بیتای پیدا کنیم که غیر از ناگهانی یا نمیدونم اتفاقی یا شانسی هیچ راهی نداشته باشیم معنی کنیم. اون وقت اینا تسلیم میشه. امیدوارم که حالا توی جلسه بعد با دست پر بیام. به هر حال بعد این همه مدت ما یه جا با هم دیگه اختلاف نظر پیدا کردیم، ولی همیشه هر چیزی که میگفتید درست بود. این یکی رو نمیدونم چرا دلم میخواد. من استفاده کنم. داریم ما یه عبارتی داریم به اسم دماغ. دماغ به معنی مغز، آره، روحی، مغزی، روانی. ولی من هر چه توی حافظ نگاه میکنم، هر جا که دماغ گفته، من این دماغ رو هم میبینم، یعنی این رو هم میبینم. پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن، یا دماغ را، یا تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارد، یا چه در دماغ. میخوام ببینم با دماغ معنی میدونی؟ بله، آدمایی که خیلی چیزا میگن دماغ فیل افتاده انگار، میخوام اینجوری، یا باد دماغ مثلا، کبر اینا. ببین ولی درباره این دوتا موضوع، یکی اتفاقی رو اجازه بدید من بگردم و جلسه بعد حالا اعتراف کنم یا اعتراض کنم، یکی از این دوتا رو میکنم. و درباره دماغ و دماغ میخواستم ازتون بپرسم که آیا دماغ به معنی بینی نوز سابقه داشته یا نداشته رو به نظر من دماغ باز معنی کنم. اگه به زبان امروزی بخوام برای تشبیه دارم میگم، سخت افزار نرم افزار رو نگاه کنیم به قضیه، ما یه مغز داریم که میخوریم دستمون میتونیم بگیریم، و خرد و عقل داریم که نرم افزاریه، یعنی ملموس امتزاعیه، ولی خود مغز سخت افزاریه. دماغ اون زمان اون قسمت سخت افزاری مغزه، میتونیم بگیریم دستمون، یعنی دماغ بنا بینی نبوده. دماغ و من بینی نهایتش از دوره قاجار یا شاید زندیه به اینور باشه، من فکر میکنم به معنی بینی باشه، که دماغ چاقه و اینها هم باز بعدها شاید از ترکی وارد شده دماغ به معنی بینی، با اون دماغ به معنی مغز فرق میکنه، شاید بعدن یکی شدن نمیدونم. ولی دماغ در اصلا معنی بینی نیست، اصلا در ذهن حافظ هم نبوده به معنی بینی باشه، کاملا به معنی مغز بوده، مغز سخت افزاری. درسته. نه بیشتر به خاطر اون نه، بازم تشکیل وارده ها باید تحقیق بشه، من با شک و تردید دارم میگم. یه آقای حکانلو مولوی میگه شب چنین با روز اندر اعتناق، مختلف در صورت اما اتفاق. بازم معنی نه شانس میشه، میشه به غیر از شانس معنی اتفاق شب و روز یکی شدن، مختلف در صورت اما اتفاق، یعنی در صورت ظاهرا مختلف هستیم ولی در باطن متفق هستیم. درست. اینم باز فرمایش شما رو تصدیق می‌کنه. بعد مثال شب و روز میگن شب چون این با روز اندر اعتناق، میگه شب و روز، شب و روز با هم دیگه اعتناق یعنی با هم دیگه هماغوش شدن، همگردن شدن، معانقه کردن، میگه رفتن تو هم دیگه. میتونی مرزشی دقیقاً به مشخص کنی؟ نه مشخص نمیشه کرد، ولی با این حال جدا هستن از هم. ربیع العمر فی مرعی حماکم حماک الله یا عهد التلاقی. صداتون قطع شد، ولی خب بیت ربیع العمر رو خوندید. بله قطع شد صدا کنید. ربیع العمر فی مرعی حماکم، دعا داره میکنه دیگه، ربیع العمر فی مرعی حماکم حماک الله یا عهد التلاقی. عهد طلاقی ای زمان وصال، ای زمان ملاقات کردن و طلاقی من و شما. یه بهترین قسمت عمر ما، بهار عمر ما، زمانی بود که در
منطقه شما بودیم، در دیدار و یا در همجواری شما بودیم. فی مرعا، مرعا معنی چراگاه هست، به معنی مرتع بگیریم بهترم، چراگاه شاید کلمه قشنگی نماشه. مرعا یعنی چراگاه. الان بگیم مثلا اصلا کلمه ربی هم با مربع به معنی مرتع، یعنی جایی که رب اکی میگن، با این همش همریش هست دیگه، یکیه. هیچ کس توی ادبیات ما تا حالا در خصوص این واژه دقت نکرده، لااقل من ندیدم. خیلی خوشحالم شما دارید دقیق میگید. خب عربی اگر حما به معنی چراگاه هست و وقتی بازگردانی میکنیم نمیتونیم بگیم چراگاه. مرعا رو میگم، اما مرعا رو میگم، مرعا به معنی چراگاهه، بله. ولی حما جایی که محصوره، یه دورش هم یه حالا سیمخارداری بکشیم یا چوبی بذاریم، تناب بکشیم، بله. بگیم که ما مثلا در چراگاهی تو. اینجا باید دیگه مترجم و کسی که داره ترجمه میکنه برابر پارسی رو بیاره که حالا مرغزار، من باز مرتعی شما خیلی بهتر از چراگاه، چون چراسه چیه. خیلی خوشحالم که اینجا شما دقیق دارید نکته رو مشخص میکنید. نتونستم پیدا کنم که به ذهن من میرسه اینه که ربیع و مثلا الان هم دارم میگن که بیا که فصل بهار آمده و پاشیم بریم مثلا بیرون تحرا و تماشا. شاید مرعا رو اینجا با ربیع، بله. اصلا رب از دلم پرخون کنم، وقتی امیر معاذی میگه رب از دلم پرخون کنم، امیر معاذی فکر کنم رب جایی که اصلا الان میگم ییلاق قشلاق، عرب ها میگفتن بهارگاه، اصلا قدیم در ایرانی هم میگفتن بهارگاه. رب با ربی همریشه است. بهارگاه جایی که بهار، اونجا اطراف میکنی و چادر میزنی، گله و گوسفند و اینا هستش، اونجا میچرونی. ولی خب شاید اون چرا بهترین مفهوم بیتونی که بهترین قسمت عمر ما، جوانی عمر ما، بخش شیرین عمر ما، زمانیه که در کنار شما باشیم. اینو خود بگیم. و یه موضوعی هستش، ببینید یه گوشه‌ای میرفتن هوا که خوب میشد، سلطان میرفت یه گوشه‌ای و قاعدتاً یه صحرایی بوده، یه جایی رو غروب میکردن میرفتن اونجا و خوش بود، اونجا خوش میگذشت، یعنی روزای خوب زندگیش بود دیگه. اینم داره میگه که مثلا بهار، یا که فصل بهار است، تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم دشت و صحرا رو، یا هر کس به چی میدن بیرون فصل بهار میدن. میگه الان بهار و عمر من توی اون گوشه یا اون محلی که شما بودی، یعنی مثلا این اون تصویر رو به ذهن میاره که مثل اون سلطانی که پا میشه میره یه جایی ییلاقش مثلا یه همچین حالتشه، منم به همون حالت روزای خوبم. یعنی شما داری مثلا فکر میکنی جاهای خوب زندگی تو به یاد بیاری، معمولا سفراتو به یاد میاری، پیکنیکی که رفتی رو یادت میاری و اون دورانی که از شهر به دور بودی توی دشت و دمن داشتی زندگی میکردی. شاید اون معنی مرعا به معنی چراگاه و اون حالت چطور میگن گوسفند و اینایی که مثلا چوپان به ذهن آدم میاد بد میاد، ولی خب مشخصا مرعایی که اونا داشته مرعایی نبوده که میرفتن اونجا گله داری میکردن، میرفتن صفا میکردن، میرفتن خوشگذرانی میکردن. شاید ربیع عمر رو به خاطر این مثال زده. به هر حال ببخشید منم زیاد حالا صحبت این شد، من خدمت نکته عرض کنم، سوره یوسف رو بیارم خدمتتون. ببین هم در عربی اصلا کلمه رعایت، رعایت یعنی حال کسی درک کردن، از ریشه همون رعا چریدنه، مراعات کردن. بعد چریدن هم در عربی هم در فارسی مختص حیوان نبوده، مختص حیوان در انسان هم بوده. حالا منباب بهگویی یا در زبانشناسی بهش میگن یوفمیزم، نمیدونم ترجمه کردن به حسن تعبیر، حالا همین چیزایی، چیزایی که مدلول منفی داشته سعی میکنن کلمات زیادی براش چی کنن دیگه، وضع بکنن. این حیوان رو حالا ببرید تو تو صحرا بچرونیمش، برای اون چریدن، حتی اون محل چریدن یا محل نگهداری حیوان، کلمات تغییر میکرده و تغییری که میکرده سعی میکردن از کلمات بهتر استفاده کنن، بهگویی اتفاق بیفته و به مرور زمان مدلول دوباره رو دال اصل میذاشته و این کلمه دوباره زشته
کلمه طویله رو شما در دیوان خاقانی سرچ بکنید، الان میگیم طویله معنی جایی که استبلی هستش حیوانات نگه داشته میشه، ولی خاقانی خودش میگه که من هم طویله فلان هستم. طویله معنی تنابه، هم بند، بند هست. بعد یاد این چرام همینطور، هم در عربی هم در فارسی، مثلا پسر برادران یوسف به پدرشون یعقوب میگن که اجازه بده یوسف با ما بیاد بچریم با هم دیگه. حالا بعضی روایت‌ها یرتا یوسف بچرد، بعضی روایت‌ها لنرتا با هم دیگه بچریم. ولی الان چون چریدن منفیه دیگه نمیتونیم ترجمه کنیم به چریدن. اینها از ازل نداشتیم که عربا میچریدن، در قرآن هم هست. نه در فارسی هم هست، در فارسی هم هست. اصلا میگیم شبچره، شبچره یعنی اون کشمش و نخود و این نخود کشمش و نمیدونم سنجد و اینا که میزن کرسی شب با هم دیگه پذیرایی میکنن، کلی مونده از اون زمان. ولی خب زبان قدیم بوده آقای کوتنایی، مثلا اگه یادم بیاد بیته فرخ سیستانی در مدح در قصیده سومناتش فسانه گشت رو 147 بیت بکنم، محمود غزنوی از هندوستان اومده فتح کرده هندوستان و کلی طلا و جواهر با خودش آورده، حالا فرخ سیستانی داره داره ناتی میکنه، مدحش میکنه، فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نو آرکینو را حلاوتی است دیگر. میاد آخرین بیت چی میگه؟ این بیتو بیارم اگه یادم بیاد، بیتش آخرش به محمود میگه بچر جهان مال جهان نمیدونم سر به سر خونیده توست، از این خونیده نمیدونم فلان کن فلان کن، بعد بچر رو بیتو بیارم خدمتتون. درست گفت برای محمود واقعا میصرفید که یعنی این مستحق محمود بوده. نه معلومه که وقتی پادشاه داره میگه بچر برای که اومد جهان مال جهان سر به سر خونیده توست، به شهریاری فیروزی از خونیده بچر، یعنی با این کلمه بچر قصیده رو تمام میکنه که شاه دار میگه بچر میتونه میگه در احسان ما. حالا اینجا هم در سوره یوسف هم میگه قال یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون، چرا من اعتماد ندارم به اون، اعتماد ندارم ای پدر، ما نسبت به این یوسف دلسوز هستیم، ارسل و معنا قدن با ما فردا ارسالش کن، یعنی برسان با ما، یرتع و یلعب، نمیتونیم ترجمه کنیم یه بچره یوسف برای خودش و بازی کنه. حالا بعضی روایت ها نرتع و نلعب هست، ما با همدیگه بچریم و بازی کنیم یوسف با یوسف. میخوام که این مرتع و تنها کلمه خوبی که ازش مونده برای ما و معنی منفی نداره، رعایت و مراعات و رعیت، از این رعی کلکم را اون را این و کلکم مسئول ان رعیتی، همین از یه ریش هست. منطب این قسمتی که مبود چراگاه میشه دیگه بار منفی و خودش گرفته و دیگه در زبان منفی شده. ولی در شعر حافظ مرعا معنی چراگاه معنی اعم از انسان و حیوانه، یعنی فقط محل چراگاه حیوان نیست، محلی که میشه اونجا چرخید و کیف کرد. بعد مرزار معنی کرده دکتر جان تو قدیم و جوانی دلم. بله بله خوب معنی درستی، مرزار معنی خوبیه. بله بسیار خوب. عروسی بس خوشی ای دختر رز، ولی گهگه سزاوار طلاقی. و این به بیت بعدی هم چیز داره، طلاق، و حالا بعد توی بیت بعدی میگه مسیحای مجرد را برازد که با خورشید سازد هم بوساقی، یعنی دلیل طلاقش رو میگه که آقا من اگر بخوام با خورشید هم بوساقی بسازم باید مجرد باشم مثل مسیحا. حالا به هر حال دو بیت فارسی زیادم طول کشید، فکر کردیم یه بیت یه غزل دیگه باز بکنیم. خیلی بینشون هست ساید جان، خیلی مطلب مهمیه. ببخشید متوجهم شدم یه ارتباطی پیچیده بین این دو بیت هست. مسیحای مجرد باز هم از اون تعبیر هاست که ارتباط داره به اون طلاقی که در کافی اومده زنده بود. بله طلاق مسیح مجرد. سهنجا من میخوام یک بحثی رو با دکتر اینجا تر بکنم. ظاهرا بسیاری از این مستنسخین نویسنده ها وقتی به تکرار قوافی میرسیدن که معنیش رو یا دریافت خیلی شاعرانه ای نداشتن عوض کردن. من فکر میکنم در این غزل هم یک جا به جای غزل‌های عراقی اومده غزل‌های فراقی. دلیلش هم الان خدمت شما عرض میکنم.
مستنسخ تقریبا اطلاع ازش که تکرار قافیه دور سه بار در مثلا در جایی گاهی خودش غلطه. حافظ جان برای این سه تا عراقی سه تا مفهوم متفاوت داره که به نظر من قافیه درسته. دکتر این رو خیلی بهتر از بنده میدونن. اینجا که گفته که مزد فرس الوصال و ما شعرنا بگو حافظ غزلهای فراقی، من دارم نگاه میکنم غزلهای عراقی بوده نویسنده برای اینکه تشکر من حافظ جان رو تبرئه بکنه تکرار قافیه. ببینید مضمون شعر و مضمون بیت طبق این چیزای بالا حافظ و شاعر حالش خوشه، نمیخواد بگه بیا دوباره پناه ببریم به سوز هرمان. غزلهای عراقی، حالا یه عراقی بالا به معنای ساختار و سازمان سرزمین عراق، عراق اولم که در حقیقت قافیه عربی عراقی نیست به کسر هست، این عراقی هم غزلهای عراقی که حافظ جان در این دو بیت نشون داده که برداشت کرده از عارف قرن هفتم فخرالدین عراقی. من فکر میکنم اینجا هم کار مستنسخه که بگو حافظ غزلهای عراقی رو تبدیل کرده بگو حافظ غزلهای فراقی، که اگه غزلهای فراقی باشه یک مقداری اصلا ضعف تعریف داره. من فکر میکنم همون عراقی درسته، تکرار قافی هم نخواهد بود برای اینکه سه تا عراقی سه تا مفهوم متفاوت دارن، یک جا هم که البته در بیت دوم تکرار شده. تا نظر دکتر چی باشه؟ خواهش میکنم، اتفاقا استدلال خوب و منطقی هست. در دوتا نسخه ه و ل هم غزلهای عراقی آورده دکتر خانلری و اینکه در بیت های مختلف عراقی در معنای مختلف به کار رفته و در این بیت هم بعد در این بیت هم حالا من اگه مصحح باشم عوض نمی کنم هم. چون تاثیر خب سازگاری خودش داره و نسخه قدیم و اقدام اینا رو باید نظر داشته باشیم، ولی این که نظر خودمون داره میگیم عراقی بهتره، نظر شخصی خودمون و به نظر من بله عراقی بهتره. اینکه غزل های فراقی بگیم یکم لایت چسبکه به قولی، مگر اینکه حالا چون با وصال در مصر اولی تضادی داره، چیز خاصی غیر از این نداره، وگرنه عراقی خیلی بهتره. باز در غزل های دیگه حافظ به این اشاره کرده، اتفاقا میگه غزلیات عراقی است سرود حافظ، که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد، یا مطربا قبلش مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق، که از این راه شد و یار ز ما یاد نکرد. بعد میگه غزلیات عراقی است سرود حافظ، که شنید این ره دلسوز که فریاد، یعنی غزلات عراقی رو آورده هستن خود جای دیگه. به این خاطر اینجا غزلهای عراقی باشه، نه فقط چی نیست، خیلی هم زیبا هست و با ایهام چند تا معنی هم میشه، ایهام داره، ایهام هم میشه فرضش گرفت. مزد فرسل وصال و ما شعرنا بگو حافظ غزلهای عراقی. حالا اگر بیت فراقی دیگه من تبعیت میکنم، من اگر بازم بگم اگر من بودم فراقی رو ترجیح میدادم. یکی همون که فهمیدید مهمترین چیزی که وصال توی مصرعی که حالا توی غزینه میگه وصال دوستان روزی ما نیست، بخوان حافظ غزل های فراقی. نسخه میگه که مزد فرسل وصال، میگه وقت دوستی و وصلت گذشت متاسفانه قدرش نمیدونستیم، حالا بیا. واقعا میخوام بگم که عراقی خیلی نظرتره. اینجا داره میگه که ببینید برای اینکه مثل حافظ جان یک جای یک بیت کاملا عربی رو داره به کار میبره و ضمناً برداشت کرده که همه ما میدونیم خالی از لطف هست که عراقی رو درش نبینیم. من فکر میکنم که مستنسخ بایدتن دیدن برای اینکه دامنشو تبرئه بکنن از ایراد قافیه اینو برداشتن. حالا من فکرمه مخالف کلیت شعره که حافظ حالش خوبه و دلش میخواد اشغال بکنه و میگه بریز و من هستم، نمیخواد حرف از فراق بزنه. یه جای دیگه هم داره میگه دو بیت آخر یواش یواش داره برمیگرده به سمت همون ناله جدایی و اینا دیگه، میگه که مسیحای مجرد را برازد و چه میدونم که هکی از هزاوار طلاقی و بل. اگر ما مزد فرسل و سالا هم بگیم
میگه گذشت دیگه و ما نتونستیم این رو احساس بکنیم، یعنی یه چیزی رو که از دست داده، وصالی بوده بعد فراقی حاصل شده. خب و ببینید اگر بگیم که غزلهای فراقی نمیخواد بگه، غزلهای عراقی هم همچین دامبولی و شیش و هشتی نبودن، همونجا هم میگه غزلیات عراقی است سرود حافظ که دلسوز. شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد، یعنی باز فراقی رو میشه اینجوری و یارم رفته یارم رفته، ولی این که غزلیات عراقی خیلی دلسوزتر و جگرسوزتره. میدونید منظور من اینه که غزلیات عراقی غزلیات شادی نیستن که بگیم که الان چون حافظ خالش خوشه پس غزلیات عراقی بیشتر میشه. نمیبندم به عنوانی که در ثباته خود حافظ جانم این نظر رو داشته که ما برداشتای متفاوت بکنه، من نظر شما رو میپسندم، هر نظر درسته، من تا اینکه به خاطر بیایم به خاطر تکرار قافیه عراقی رو تبدیل فراقی بکنیم، اینو من میگم اشتباه ها، چون عراقی سه تا معنی داشت داره، ولی عراقی های فراقی معنی غلطی نیست، اتفاقا تناسب داره با وصال اینها، خیلی جاها این کارو کردن. ببینید صوت عراقی با غزلهای عراقی با هم یکی میشه دیگه اگر بزنم، ولی باز میگم اشکالی نداره چهار بار بیاد، چهار تا معنی مختلف. آره صوت عراقی اونجا متسکه با موسیقیه، ولی میشه گرفت دیگه. بعد مصر اول غزل... اصلا قافیه بیاد، مصر اول اصلا عراقه حساب نمیشه، در مصرهای زوج تکرار در مصرهای زوج حساب میشه. حالا میگم با این که این اختیار رو داشته که عراقی هم بگه، باز فراق مزد فرسول وصال دیگه، یعنی الان دیگه وصال نیستش دیگه، فراق دیگه، بعد از وصال دریغ امت دریغ فرصت عمرم. باز این سواقی من در یک بیت فکم بحر عمیق من سواقی، آیا اینجا سواق باید کسره بگیره یا یا بگیره؟ خیلی مهمه. سواق ببخش عمیق من سواق جمع ساقیت، ولی سواق باید با زبر با کسره باشیم، من سواق که سواقی بخونیم یا با یا باید بشه؟ نه همون یا هست، با یا هست، ساقیت جمعش میشه سواقی، از سواقی یا سواقی، من جمع مکسر ساقی میشه سواق نیست که یا بهش چسبیده باشه، سواقی یک واژه از جمع مکسر ساقیه، یایش اصیله، میخوام اینو بگید دیگه، یایش اصیله، خود کلمه است، منتها باید الف لام داشته باشه، باید الف لام داشته باشه، نمیتونیم الف بدون الف لام اینا اینجا بیاریم، به این خاطر عمیق اینجا عمیق درست نیست، بهتره که جمعنم بحرم جمعنم من از سواقی، الف لامش حذف کنیم، الف لامش حذف من سواقن میشه، اون وقت اون تنوین رو باید بکشیم، خب بهتره که الف لام داشته باشه اینجا، اون عمیق رو جمع نه، ولی اونجا با بحر یکم دوچار مشکل میشیم، اون بحر مگه جمعه که جمع نه آورده، اینجا هم باز یه دوچار دردسر میشیم، من از سواقی بگیم حل میشه، گفتم همین نمیتونه با ساعت زبان عربی بگید، ولی خب من میگم به حال من خودم وقتی حافظ میکنم یا خاقانی میکنم نسخه خطی هم میکنم، نسخه خطی هم جز متن اصلی حساب میکنم. قطع و اصلی داره میشه، صدای منو میشنوید دوستان؟ بله خیلی عالی، فکر میکنم دیگه به غزل بعدی نرسیم، نه یعنی زمان زیادی از زمان یک و نیم ساعت هم رد شدیم، بله داره دو ساعت میشه، خیلی خوب اون غزله چیزه قسمت نیست، هیچ وقت اون سه تا بیت سه تا مصرعش رو بکنیم جایی بگیم، حالا برای جلسات بعد میشه که بگم یک جلسه یه دو جلسه دیگه کل عربی های بسیاری تو موردش رو در هم بگیم. مسیح های مجرد رو گفتید؟ مسیح های مجرد را برازد، مجرد را برازد سازد هم وساقی، بله دو تا بیت فارسی رو با هم گفتیم، حالا اگر فرمایشی دارید درباره اون این ورده شما نفهمید، ولی مجرد با طلاق ارتباط دار نمیدونم دیگه، قدیم به مجرد داشتیم کسی که
ازدواج نکرد مجرد میگفتم بعید میدونم واسه که در مقابل متأهل مثلا کلمه مطرح بشه. ولی شانسی اینجا که کنار هم دیگه اومدن. ولی وساقو اگه با و کسر بخونیم دو تا معنی دیگه که تنابه هم بند شدن، وساق عربی اون وقت میشه. بعد یه معنی دیگه هم داره، معنی قصر و کوشک و اینا هست. بعد اگه با او بخونیم وساق یعنی اتاق ترکی، اون ترکیه و با اتاق هم میشه یه تلفظ دیگه. وشاق هم همونه دکتر جون. بله وشاق یعنی بچه و وتاق و وساق یعنی اتاق. یه وشاق هم میگفتن میگه وشاق یا وشاق. آفرین. وشاق دیگه. ولی وساق من به نظرم همون اتاق اتاق ترکی من که میگفتم بله چون هم حاجه درباره مجرد هم اجازه بدید فکر بکنیم. خیلی جالبه، یعنی یه عبارتی درباره ترکی گفتید. الان توی ترکیه کسی که بیکار باشه، یعنی ببخشید نه، کسی که مجرد باشه یعنی که ازدواج نکرده باشه رو بهش میگن بکار، یعنی میشه بیکار. خب حالا توی فارسی ما یه بیتی از حافظ بگم، میگه دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل به بوی زلف تو با باد صبح دم دارد. یعنی دقیقا اونجا تجرد به معنی بیکاری میاد، یعنی که چون در مقابل بیکار گفته حافظ جا؟ کلمه بیکار رو حافظ گفته معنی مجرد. ببینید یه جایی هست که میگه دلم که لاف تجرد زدی، دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل به بوی زلف تو با باد صبح دم دارد. شغل اینجا این وسط به معنی کار هم میتونه باشه و تجرد اون بیکاری الان رد نداره. اینکه شغل اینجا یعنی با تجرد اتفاقی دکتر حرف گفتین اتفاقی این تجرد با مجرد با طلاق اومده برجد. این حافظ جان این روزا رو تشخیص میاده اینجا که اتفاقی. بله ولی نگاه کنیم مجرد کی به این معنی کلام میگه مجرد در زبان فارسی اتفاق افتاده، اینم از روی بهگوی البته که کلماتی که اینطوری ان اتفاق میفته. ولی در شعری که آقای جناب آقای قامودن اون تجرد معنی یک اصلاح عرفانی، همچنان که اینجا عیسای مجرد یعنی وارسته از تعلقات دنیوی، هیچ گونه مشغولیت از مشغولیت ذهنی و بدنی و عملی نداره. ولی که بیکار ترکی به این معنی اتفاقا زبانهایی که محلی هستن یا فرعی هستن، یعنی منظور که رسمی نیستن ملی نیستن و همینطور گویش‌ها و لهجه‌ها، اتفاقا محمل خوبی هستن که کلماتی را که در معنای کهن فارسی یعنی معنای کهن رو دنبالش بگردیم. این شیوه لازاره ها، اون لازار که دو سال پیش هم فوت شد، زبان شناس فارسی شناس فرانسوی، از این راه یعنی اومده از گویش‌های محلی اومده به تلفظ‌های قدیمی فارسی پی برده و همینطور استفاده ها و معنیشون. بیکار کلام میگیم مثلا ما در ترکیه ما بیکار یعنی خالی، ظرف بکارده یعنی خالی. بعد تلفظ همون بکار زمان قدیمه، بیکار نمیگیم بکار، این ام ای مجهوله، ای دو برابر تلفظه بیکار. بعد در شاهنامه هم بیکار دقیقا معنی بیکاره یعنی خالیه، یعنی به معنی بی شغل نیست. مثلا میگه ز گفتار بیکار یک سو شوی، اگه تلفظ فردوسی بخونیم ز گفتار سو شوی، بی هم تلفظ فردوسی میشه ز گفتار بیکار یک سو شوی، یعنی بیکار یعنی توهی از معناست. مثلا گفتار توهی یا تخت بیکار ماند، شاه رفت و تخت خالی موند. خالی یعنی تخت، یعنی بیکار اینجا در اون معنی قدیمه ترکی گرفته هنوز حفظ کرده در خودش. ولی ترکیه نمیشه زبان ترکی استانبول رو در این کلمه بیکار یعنی ازدواج نکرده و اینها رو شاید نشه این به این ربط داد. واژه های فارسی موجود در ترکیه استانبولی و ترکیه آناتولی بسیار فراموتر از اندازه واژگان زبان فارسی در ترکیه ماست. انقدر که زبان واژه های ترکیه آذری در فارسی هست، زبان واژگان
اصیل فارسی در ترکیه ما نیست، اما در ترکیه استانبولی به فراوون هست. مثلا ما خطهایی که پادشاهان و امرا برای ولایات می نوشتن دست والیا می دادن رو هنوز در حتی صنف ما در اینایی که کلکسیونر میگیم حکم، واژه عربی، اما خود ترکا میگن فرمان، یعنی فرمان. واژه‌های فارسی بسیار داره و اون ور 90 سال 80 سال بسیاری از خطهای بسیار ارزشمند اینها که در حراجی بسیار بزرگم فروش میره به زبان فارسی نوشته میشه، مثلا هم با زبان فارسی هم با خط عربی فارسی. اینه که در ترکیه واژگان فارسی بسیار فراوان و مثلا رایج هست. درسته. یه فرمانی که درباره مجرد کلمه‌ای به معنی ازدواج نکرده یا تنها داریم، تنها حالا در نظر بگیریم، میگه جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ. بله ببین، جریده رو یعنی سعی کن که بدون هیچ بر وابستگی و هیچ چیزی بری. جریده، حالا جریده به معنی دیگه ای هم اومده، ثبت است بر جریده ی عالم دوامه، ولی جریده رو در ایران همین به معنی که تک و تنها برو دیگه، شاید به این معنی. و اینکه کلمه هایی مثلا بگیم از قرن چه میدونم 20 وارد زبان فارسی شدن، اگر کلمه ای باشه که از خارج اومده مثل کنگره، خب از خارج اومده دیگه، اینکه باشیم به صورت چون تو پلاستیک اومده ما بازش کردیم استفاده میکنیم، ولی اگه کلمه فارسیه، مثلا مجرد، مثلا دماغ یا دماغ، یا مثلا حالا میتونیم بگیم داماخ از ترکی اومده، داماخ یعنی چیزی که میچکد و این آویزونه، مثلا دماغ که آویزونه، بینی که آب دماغش داره میریزه، میشه اینا رو تعبیر کرد. ولی مجرد یه کلمه دیگه که من عرض کردم، اتفاق. خب اگر کلمه‌ای که پیشینه‌ای به معنی داره، احتمالاً اینا در متن‌های مختلف معانی مختلفی، یعنی مدلول‌های ازشون برداشت می‌شده که اون مدلوله به مرور جای اون چیز رو گرفته، یعنی به صورت CKD به صورت تو پلاستیک وارد نشده که بگیم که این هیچ ارتباطی به ادبیات کهن ما نداره. من یعنی که جایی بوده اینا، یه جایی به این معنی به کار میرفته، کم کم اومده جایگزین قبلی شده، مثل اتفاق. حالا بعد درباره این تحقیق کرد اتفاق رو میشه بیشتر بررسی کرد که مثلا به عنوان رخداد، دکتر میفرمود که اصلا نیومده به عنوان رخداد و اون چی که پیش آمد، دکتر خودشون فرمود قابل بررسیه. بله من میگم البته تغییر واژه قوانین داره در زبان شناسی، قوانینش هم استخراج کردم، نوشتن اینا رو بررسی کردم، اسم گذاشتم براش. میگم من حدسم خیلی حدس قوی دارم که این مجرد از راه بهگویی بوده، اینم از راه حسن تعبیر بوده، که چون مجرد بودن چیز منفیه در دنیای فرهنگی قدیمی ما، حالا تازه همین الانش هم منفی حساب میکنم، مجرد از ابوغلی نمیدونم، انواع کلماتی براش میارن، سعی میکنن که کسی که مجرده کلمه خوب براش اختراع بکنن، و اون کلمه خوب باز به مرور زمان منفی میشه دوباره کلمه دیگه. و یکی از قوانین بهگویی استفاده کلمات خارجیه، استفاده کلمات خارجی، مثلا مستراح، رست روم، دقیقاً مستراح مساوی رست رومه، یعنی محل استراحت. بعد توالت، یعنی WC، هی کلمات خارجی استفاده میکنیم. مجردم کلمه عربی که برای کسی که تأهل نداره استفاده میکنن، از راه بهگویی فکر کنن این واژه تغییر معنایی پیدا کرده. ولی در مورد این قدیمی، حالا مسیح هم که خب اجرای نماد تجرد بوده، نه مجرد به معنی کسی که زن و بچه نداره، زن و بچه نداشتن یکی از مصادیق مجرد بودن بوده برای مسیح، چون نه زن داشته نه بچه داشته، در این حال هیچ وابستگی هم نداشته، حتی داشته از عروج میکرده به آسمان، در داستانهای ما هست که هیچی با خودش نداشته و میگردنش تو جیبش، اگر نداشته باشه جیبش بجو، سوزن همراهش پیدا میکنن، سوزن عیسی معروفه دیگه در اون قصیده ترسایی خوابانی آورده. بعد در آسمان چهارم دیگه متوقف میشه، بالاتر نمیره، مثل پیامبر ما هفت آسمان و نه فلک رو دیگه طی نمیکنه، به عرش رسه. و عیسی به این دلیل مجرد بوده و عیسی در آسمان چهارم میمونه و با خورشید همخانه میشه، مسیحای مجرد و برازد که با خورشید سازد هم وساقی. که این همشون داستان‌هایی که خود ایرانیان مهرپرستی و زمان ساسانیان اینا رو به نظر من ساختن که این اتفاق افتاده.
به نظر من که خوندم جای دیگه، نه اینکه نظر من شخصی کشف کرده باشم. منظورم که اعتقاد ندارم به اینکه عیسی اینجوری اینجوری که مسیح یا در نه خب به هر روایت دیگه مرم میخواهی من. خیلی استفاده کردم، خیلی بهره بردم، مخصوصا امروز جلسه پرچالشی هم که درسی کلانی هم غزلم غزل جونداری بود، خستمون کرد مطمئنا دوستان بیشتر خسته شدن. حالا به هر حال خیلی خوشحالم که تشریف آوردید، ممنونم که یعنی خوشبختم از مصاحبت با شما آقای عزیزی کوچنه آقای دکتر. خیلی بیشتر خیلی استفاده کردیم از منظرتون آقای کوتنایی و همینطور شما دکتر جان. همیشه من یاد گرفتم اینا رو، باید با فراغت بال بشینم دانلود بکنم اینها رو، بعد بشینم از اول نگاه کنم. سلامت. من این کار رو میتونم، یعنی توی دانلود شده شد توی کانال تلگرامی، توی آپارات و توی یوتیوب میتونم، بله همشون هستن. تا حالا هر چی با هم دیگه صحبت کردیم توی یوتیوب و آپارات هم گذاشتم، تو کانال تلگرام هم گذاشتم، اینجا هم که هستش دیگه. به هر حال خیلی ممنونم از همه دوستانی هم که تشریف آوردن و صدا در خدمت ایشون هم بودیم. من تشکر میکنم اگر همه لایک های دوستان و کامنت های دوستان. آقای حکانلو برای ما شعر نخوندن، سهیل جان یه زمانی بذارید، من خیلی شعرشون رو بدی و زیبا میبینم. پس برای جلسه آینده برنامه بذاریم که ابتدای جلسه بیان که هم ما جز باشیم بسیار، هم شعر غزل اون روز رو ایشون بخونن، هم همین که از شعرهای زیبای خودشون بهرمند بشیم، هم همین که هم چهره بشاششون هم اون روحیهشون مثبتش، یعنی اون چیزی که من برخورد باشم رو برحال با یه به صلاح آغاز خوبی شروع کنیم. چجوری بگم به این برنامه؟ بسیار خوب، ممنونم. بندم استفاده کردم، باز امروز توفیقی بود که ما دست داد در خدمت شما باشیم. ببخشید دوستان که ما خیلی طول کشید، میخواستیم یک ساعت باشه ولی دو ساعت شد و صدای گوش خراش ما اذیتتون کرد. من هفته بعد در خدمتتون نمیتونم باشم چون کار دارم، ان شاء الله یه هفته استراحت بکنیم، هفته بعدش دوباره جمعه در خدمتتون استفاده خواهم کرد. خیلی ممنونم. خیلی لطفم سهیل جان، به امید دیدار. دوستان بدرود، زنده باشید، خداحافظ همگی، موفق باشید. خداحافظ شما.